بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری منتظر شما باشه در پیش رو. میگه که گذشته رو بذار زیر پات تا قدت بره بالاتر، آینده رو بهتر ببینی. آیا این رو واقعا قبول داریم یا دارید یا فقط میگیم برای دیگران که وقتی که گیر میفتیم و نمیتونیم پرسش اونها رو پاسخ بدیم این بهانه رو میاریم که گذشته ها گذشته و به فکر امروز و فردا باش. معین میخونه این آهنگو نه؟ گذشته در گذشته به فکر آینده باش. بله دوستان صحبت میکنن، حرف میزنن، بعد به اونجایی که میرسی که ازشون سوال میکنیم خب اگر همه چیز خوب بود چرا اینجوری شدیم؟ میگن حالا ول کنید. همین امروز با یه دوست دیگه صحبت میکردم، گفت که آقا هیچ کس نبود مملکت اینجوری. میگم یعنی شما میگید که توی ایران توی 30 میلیون 35 میلیون در زمان شاه فقط شاه میدونست یه نفر آدم ما داشتیم؟ خب این مملکت به درد همه آخوندا میخوره. اگه یه دونه آدم داشتیم اون رو هم با سلام و صلوات گفتیم آقا بلندشو برو، 34,999,999 تا احمق داشتیم، خب همون بهتر که آخوندا آمده. شما چی میگی دوستان عزیز؟ حرف حسابتون چیه؟ تو رو خدا یه روزی روی قلم، یه قلم بردارید، یه خودکار بردارید، روی یه کاغذ بنویسید که کجا هستید، موضعتون چیه. بارها گفتم وقتی از یه نفر میخواین سوال کنید برای آدرس یا دایرکشن، آدرس رو اون میگه شما مینویسید میرید، ولی دایرکشن یعنی راهنمایی کردن که چجوری بیاد، باید به اون طرف بگید که شما کجا هستید تا بفهمه چه باید کرد. امروز چهارشنبه 30 اکتبر ماه 2013 میلادی و برابر است با 8 آبان ماه 1392. خودتون رو آماده کنید برای فردا، جشن بزرگ، نه خیر، تولد آقای رضا پهلوی رو نمیگم، هالووین، 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 جشن بالماسکه، جشن ارواح خبیثه، هر چیزی رو که میگید هست. در آمریکا و جاهای مختلف این جشن رو میگیرن. یکی از دوستانی که تازه از ایران اومده بود، دوستمون میگفت حتما بیا اینجا بریم واشنگتن ببین. گفت آقا ایران ما از شماها بهتر جشن میگیریم، بیشتر جشن میگیریم، شما یه مش عمل 35 سال پیش فرار کردید اومدید، فکر کردید همون موقع بیشتر میفهمیدید، همین الان برید آقا، برید یه کلاسی بذارید، یه چیزی یاد بگیرید و یه درسی بخونید. منتظر دوستان هستم از اروپا که تماس بگیرن و یک قطعنامه، چی میشه، کمپینی رو، یک کمپین شروع کردن و در مورد اون میخوان صحبت کنن. این دوستان برای من میفرستن و میگن اینها رو بخون. میگم والا من نمیتونم قطعنامه ها رو هی تو تلویزیون بشینم بخونم، بعد همه اینها رو از زبان من میشنون، من مسئول جوابگویی همشون باید باشم. شما خودتون بیاین صحبت کنید. حالا ایشون هم گفت میایم و یکی از دلایلی که چند دقیقه دیر شد برنامه این بود. لطفا بگید که از کجا و تصویر و صدای ما چگونه هست. من دوشنبه مصاحبه‌ای داشتم با آقای علیرضا توانانیا، شخصی که با پسر محسن رضایی، همون احمد رضایی که خودکشی کرد یا کشتنش، سالها دوست بوده و کتاب رو الان دارم میخونم. اینها با هم از آموزشگاه، از اون مدرسه، نمیدونم این اسامی هم در ایران عوض شده، با هم آشنا میشن و با هم فعالیت میکنن. بعد 19 یا 20 سالشون که بوده میان میرن قطر یا ابوظبی، اونجا میرن تو سفارت آمریکا، به سفارت آمریکا میگن که ما خبرهای خوبی داریم، یعنی حقیقتا میرن اونجا میگن که ما رو استخدام کنید به عنوان جاسوس. وقتی میگیم استخدام همش به معنی پول و مزدور شدن و اینها نیست، استخدام کنید یعنی ما رو به خدمت خودتون قبول کنید. دیدید میگن طرف مستخدم، اینجا خدمت میکنه، و دیدیم که خیلی از این ارباب ها توی ایران این حقوق مستخدما رو نمیدادن، بیچاره ها رو از ده آورده بودن و همین یک نون بخور و نمیری به اینها میدادن، اینجا و اونجا هم پوز میدادن که ما مستخدم داریم، ولی اگر از مستخدمش سوال میکردی آخرین
بار که اینها برای تو یک کفش نو خریدن چی بوده یادش نمی آمد و همیشه کفش کهنه های خودشون رو به اونها می دادن. راجع به کفش صحبت کردم، می دونید که چند سال هست که یه آقای در ایران به نام علی وکسی که الان اسمش رو عوض کرده، با زمان پیش رفته، شده علی وکسیما، مثل مکزیما هست، چون حالا دیگه با ماشین میره این ور اون ور. من همون موقع فیلمش رو نشون دادم، همون موقع برای ایشون فرستادم که اگر میخوای با هم یه مصاحبه بکنیم. خب اینا چون تو ایران هستن یه مقداری هم معذوریات دارن، عیبی نداره، ولی پرس تیوی رفته مصاحبه با این آقا کرده، بریم با هم ببینیم و برگردیم، منم ببینم اگر دوستان از اروپا حاضر هستن با اسکایپ بیارمشون و با شما مصاحبه کنم. برگردم به این آقای توانانیا. وقتی من با ایشون صحبت کردم دوستان زیادی زنگ زدن و تماس گرفتن و اینها گفتن که آقا شما میدونی این کیه؟ گفتم نه، به خاطر همین آوردم باش مصاحبه کردم، ولی از امروز میدونم آقای علیرضا توانانیا کسی هست که با این اینجو... نه آقا این اینجو. گفتم شما میای بگی به مردم که بشناسن کیه چیه؟ گفت نه من که نمیتونم. گفتم پس فعلا ساکت باش. بله، بریم این فیلم علی وکسیما رو ببینیم. و دوستان توی ایران میدونیم بیکاری هست و اینها، ولی ما افراد اینجوری کم داریم. هر کسی رفته درس خونده، دیپلم گرفته، فوق چی میگن، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس گرفته، فکر میکنه باید یه میز و صندلی بهش بدن. به خاطر همین بر تعداد بیکارها افزوده شده و هر خانواده چند تا بیکار داخلش هست. ولی همونا وقتی میان آمریکا حاضرن ظرفشویی کنن، ماشین شویی کنن و هزار و یک کار دیگه که تو ایران عیب و عار هست. ببینین این کسی که داره سنت شکنی میکنه و من به نوبه خودم به عنوان یه ایرانی از این جوان علی آقا که کم کم موهاشم داره سفید میشه ممنون و متشکرم. با هم ببینیم و برگردیم. بعد یک مهمانی رو دارم براتون که با هم ایشون رو میبینیم و میشنویم. مرسی که تلویزیون مردم رو انتخاب کردید، به دیگران هم معرفی کنید. پس ببینیم این فیلم کوتاه علی وکسیما در ایران. This is our world where everybody is busy doing something. We do different things to make a living. Some of us are believed to have more important jobs than others. And there are some people who turn simple ideas into a platform of success, fame and popularity. Those are the ones who love what they do and try to be as innovative as possible. They are people with broader visions. علی حسن خانی هستم، متولد سال 51 شهر ری تهران به دنیا اومدم. در کنار اخویام کفاشی کار کردم. بعد از مدتی یه کار یاد گرفتم، گفتم که برم واسه خودم کار کنم. با واسه خودم کار کنم اومدم این شروع کردم به واک دادن کفش، یعنی اینو از اون کار جدا کردم. در اون روزای اول که ایشون یه جعبه گیتار داشت شبیه آنتونیو باندراس هم بود، ایشون جعبهش رو باز کرد، برای ما موسیقی گذاشت، بعد کفشامون رو واکس زد. Meeti Ron's first modern telephone shoeshine boy, or as he calls himself, Ali Waxima, the man who travels around his self-designed shoe car and renders five-star shoeshine services to his clients, with etiquette of course. Hello, salam alaikum, hola shoma. مرسی، لطفی های زنگ زدی. بله حتما، چرا نمیام، خوشحالم میشم کفش شما رو واکس بزنم. The shoe car is a double passenger vehicle that runs by a motorcycle engine. Its exterior is covered with synthetic leather. An exclusive ride is what Ali gave me as a friendly gift in his shoe. In fact, now I realize some of the secrets behind Ali's success in his work. Riding this piece of handicraft, you grab more attention than even a Mercedes-Benz. And I really mean that. علاوه این این ماشینش سه چرخ معمولی بود، اینو واسه شکلش عوض کردم. دیدم مشتریام هم کم شده بود، گفتم با یه کار جدید بکنم که هم مشتری خوب بشه هم مردم شاد بشن. اسمش باشه، اسم ماشین باشه ماشین شادی، چون هر کی میبینه واقعا لبخند، همه دوست دارن الان هم توش بشینن عکس بندازن، عکس یادگاری بندازن. He's bursting with new ideas. در کنه که واکس برم رو بند کفش مشتری هم اوت کلوم میدارم یه زمانی، یا مشتری که بند کفش نداشتن واسه شون
رو پاچه شلوارشون آد کلم دادم. کار جدیدی هم که کرده خیلی رضایتمندیم. این طرح کارتخانه بی سیمش واقعا جالب بود دیگه. مثلا حالا بعضی وقتا ما کارهای بانکیمون هم ایشون زحمتش رو می‌کشه. Ali Waxman's good attitude and clean shoe shine has earned him a lot of good friends around Tehran. علی آقای واکسیمان یه فرد بسیار خلاق و مبتکره. یعنی سوار بر این کفش میشه و کفشای مردم رو واکس میزنه. این یه چیز خیلی جالبیه. واسه مشتریاش خیلی جالب‌تر. با اون واکسای مرغوبش، با اون اخلاقش، با این ایدهش مردم رو به طرف خودش کشونده. من زیاد میگم زندگی نباید زیاد سخت بگیره. بعضا خیلی زندگی سخت میگیرن اما اشتباه هم. اگه زندگی سخت بگیری سخت میگذره. راحت بگیری راحت هم میاد میره. راحت وقتی میاد میره یعنی که تو آدم شادی هستی. A nice cafe in downtown Tehran is Ali's favorite hangout. That is where he takes a break during early afternoons. To the media, Ali Waxman is a familiar name. Ali has been the subject of dozens of reports in both domestic and foreign newspapers and TV channels. While showing me pieces of newspapers about himself, he told me about his greatest wish. سلام با اسم برند علی واکسمان کفش لباس محصولات تولید کنم. Ali Waxman has his own website in both Persian and English. He's also a fan of social networking. Some of his friends include world-renowned figures. Finally, it was time for me to see the difference of Ali's work on my own shoes. This is the most perfect shoe shine I've ever had. He does his job so passionately and so carefully that you cannot possibly imagine. And there they are, even brighter than the day I bought them. A mirror shine that reflects the sky above and a man's commitment to his job. دو تا عاشق، دو تا همراه. بدون هم زیر بارون نمیرم. بدون هم خاکی نمیشم. کاش آدم هم از کفششون یاد بگیرن. امیر مهدی کاظمی فور ایران. خب بینندگان عزیز سلام مجدد، امیدوارم از این فیلم کوتاه لذت برده باشید. من هم خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا با دوست نازنینی از بلژیک به نام آقای کاوه آهنگری صحبتی داشته باشیم و ممنونم چون در خیلی فاصله کمی از ایشون دعوت کردم و ایشون هم پذیرفتن. به همین خاطر تصویر ویدیویی نداریم، عکس ایشون رو میذاریم. خانم آقای کاوه آهنگری، من از شما تشکر میکنم و به خاطر حضورتون در تلویزیون مردم خیلی خوشحال هستم. شما یکی از دوستان کرد هستید و لطف کنید خودتون رو معرفی کنید برای دوستانی که بیننده و شنونده هستن و تا کنون با شما آشنایی ندارن، تا بعد بریم در رابطه با اون کمپینی که شروع شده و شما یکی از بانیانش هستین با هم صحبت بیشتری داشته باشیم. این میکروفون در اختیار شماست. این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم هم سراپا گوش، بفرمایید. خواهش میکنم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی شما و تمامی بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی. بنده کاوه آهنگری هستم، عضو رهبری حزب دموکرات کردستان، یک فعال سیاسی هستم، ولی از آنجایی که فکر میکنیم حقوق بشر عین سیاست است و سیاست برای حقوق بشر، در زمینه حقوق بشر به ویژه در زمینه زندانیان سیاسی و الانم که همچنان که مستحضر هستین عده زیادی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ هستند و حکم اعدام آنها در شورای عالی کشور تایید شده و متاسفانه شاهد چند اعدام بودیم. به همین خاطر ما کمپینی رو شروع کردیم در بین ایرانیان داخل کشور و خارج کشور. لازم این رو عرض کنم که کمپین ما یک کمپینی است که ایرانیان فعال داخل کشور و خارج کشور بهش پیوستن. هدف ما هم در حد امکان نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به مرگ است. نام خود کمپین هم کمپین نجات جان
زندانیان سیاسی محکوم به مرگ است. در خدمت شما هستم. من ممنونم از شما. من صفحه این کمپین رو نشون میدم و شما در صحبتاتون گفتید که جان اونهایی که محکوم به اعدام هستن. متاسفانه در چند روز گذشته با خبر شدیم که حتی اونهایی که محکوم به 10 سال یا چند سال و اونهایی که در زندان بودن قبل از این ماجرای حمله به پاسگاه های مرزی، اونها رو به خاطر قصاص کشتن و اعدام کردن و حتی دیگران هم الان این بیم و حراس هست که دوچار همین مکافات و اشکال بشن. نظرتون در این مورد چیه و آیا این رو هیچ سازمان به اصطلاح حقوق بشر در دنیا هست که بتونه فوری اقدام کنه؟ و مثلا کسی رو من شنیدم یکی از اونها به 10 سال زندان محکوم شده بوده به خاطر اینکه جرمش آدم ربایی بوده و خود اون شخص که ربوده شده آمده رضایت داده، فقط به اصطلاح جرم دولتیش بوده. حالا چرا این رو اعدام کردن داخل اونای دیگه؟ و به این جرم حتی شنیدم که 8 نفر از اونایی که اعدام شدن گویا در رابطه با قاچاق بودن و هیچ کاری به چیز نداره. شما چقدر از اون ماجرا میدونید تا بعد برین سراغ این کمپین که به دبیرکل سازمان ملل متحد، به رئیس پارلمان اروپا، به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و بالاخره به تمامی هموطنان آزادیخواه در هر کجای این جهان نوشتید، اون رو با هم به اصطلاح مرور کنیم. بفرمایید. ببینید جناب سوربی، ما در رابطه با یک رژیمی صحبت میکنیم که هیچ شفافیت یکی از ویژگی های اصلیش نیست، بلکه به عکس عدم شفافیت یکی از ویژگی ها و کارکترهای اصلیش هست. یعنی چه در زمینه اصلا بحث فقط بر سر مسائل سیاسی نیست، یعنی اینکه ما در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی دچار عدم شفافیت هستیم و رژیم هم برخوردی ناشفاف یا غیر شفاف داره به حساب با موضوع نخیر، حتی در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه مذهبی، در تمامی ابعاد یک این کشور رو اگه به هر حال ورانداز کنیم، بررسی کنیم، میبینیم که با رژیمی طرفیم که شفافیتی درش وجود نداره، حتی نسبت به خودشون. مثلا اگه همین یکی 2 سال اخیر و چند سال اخیر رو به حساب مد نظر قرار بدیم، میبینیم که این یکی پرونده اون یکی مثلا چند سال گذشته رو به هر حال داره رو میکنه که مثلا چند سال پیش چی بوده، چی شده، چی کرده در زمینه اقتصادی، نه در فقط در زمینه سیاسی. یعنی ما با چنین رژیمی هستیم که اصلا نه آماری دقیق وجود داره که چند نفر زندانی سیاسی هستن، نه آمار دقیقی وجود داره که چند نفر زندانی حالا بگیم جانی هستن یا مواد مخدر یا مسائل دیگه هستن، و اساسا اون کسی که به همین راحتی 15-16 نفر یه دفعه در زندان گوهردشتی، در کرجی، در مشهدی، در جای دیگه اعدام میشن، اصلا معلوم نیست که اینا آیا هیچ گونه پیشینه سیاسی دارن یا جانی، واقعا جانی هستن، جزو اشرارن. یعنی هیچ کس به نظر من، هیچ فعال حقوق بشری، هیچ سازمان حقوق بشری نمیتونه با قطعیت بگه که فلان تعداد زندانی واقعا سیاسی وجود داره و فلان تعداد زندانی غیر سیاسی وجود داره. اینم برمیگرده به غیر دموکراتیک بودن این رژیم که مرحال یکی از ویژگی های یک رژیم توتالیتر و غیر دموکراتیک است که همه چیز رو در جهت منافع حیات خودش تعریف میکنه و به کار میبره. و همچنان که برای مسئله انرژی اتمی جهان دچار مشکل هست در رابطه با شفافیت ایران، سازمان ها و ارگان های حقوق بشری هم در رابطه با مسائل سیاسی و وضعیت زندانیان سیاسی، حقوق بشری و عقیدتی دچار مشکل هستند. بارها شده، چند بار شده که در این چند سال اخیر سفر هیئت های پارلمان اروپا رو لغو کردن. یعنی این گونه نیست. یک رژیم دموکراتیک معمولا باید دارای این
شفافیت دارای این ظرفیت باشه، وقتی که یک هیئت پارلمانی، یک هیئت حقوق بشری، یک بازرس حقوق بشری وقتی که میخواد وارد این کشور بشه باید با آغوش باز باش برخورد بشه، باید از این هیئت استقبال بشه و الی آخر. ما اینو نداریم، ما نمیدونیم که آنچه که برای ما مهمه و روش تأکید میکنیم مخالفت با حکم اعدام در کل، در کلیت خودش اساسا نباید حکم اعدام وجود داشته باشه، چه برای یک زندانی، چه انسان سیاسی یا عقیدتی معتقد به یک عقیده و ایدئولوژی خاص، حالا چه الهیش، چه زمینیش، و چه یک فرد سیاسی که معتقد به حتی تغییر رژیم هست، معتقد به یک نوع سیستم سیاسی دیگری غیر از جمهوری اسلامی است، چه حتی برسد به یک فردی که در زمینه مسائل اجتماعی و حتی اقتصادی و اینا دچار خطاهایی میشه، کسی نباید اعدام بشه. اساساً بر اساس فلسفه حیات انسان و حق حیات به حیاتی که به انسان داده شده نباید جان انسان گرفته بشه. این فرد میتونه هر کسی باشه، هر نوع زندانی باشه، و مهمتر از این بحث ما اینه که اساسا نباید انسان عقیدتی، انسانی که معتقد به عقیده مختلف دیگری است و انسانی که معتقد به یک سیاست دیگری است، اساسا نباید زندانی بشه. تا امروز ما مجبور باشیم بیایم شمارش اینا رو به هر حال روی تعداد و آمار و ارقامش بحث بکنیم که بالاخره ما چند تا زندانی سیاسی داریم، چند تاش که اعدام شدن اینا سیاسی بودن یا به هر حال مجرم مواد مخدر بودن. این مشکلات، می‌خواستم اینو عرض کنم که این مشکلاتی که وجود داره مربوط به یک رژیم استبدادی غیر شفاف، غیر دموکراتیک است. ما آمار دقیقی در دست نداریم، ولی مخالف تمامی اعدام ها هستیم. و اون چی که شما هم بهش اشاره فرمودین، بله، اگر جنبش العدل یک عملیاتی رو در یک نقطه مرزی به حساب کشور انجام میده، چرا 16 زندانی دیگر رو به حساب اعدام میکنی؟ چه ربطی به جنبش العدل داره؟ حتی اگر اینا عضو رسمی جنبش العدل هم باشن، نباید در تقاضای یک حرکت دیگری، یک به حساب حمله دیگری اینا اعدام بشن. از کجا معلوم که اینا دادگاه صالحه داشتن؟ از کجا معلوم اینا به حساب وکیل رسمی و غیر تسخیری داشتن؟ از کجا معلوم که اینا در یک دادگاه علنی و دموکراتیک محاکمه شدن؟ از کجا معلوم که اینا حقوق این زندانیانی که به صورت گروهی اعدام شدن رعایت شده؟ حالا سیاسی بودن و سیاسی بنده الان میتونم ادعا کنم که تمام این زندانیان سیاسی بوده. خب از کجا معلوم که سیاسی نبودن؟ چه دادگاه علنی وجود داشت؟ چه پروسه و به حساب مسیر قانونی دموکراتیکی در رابطه با این 16 نفر انجام شد؟ مردم در جریان قرار گرفتن و وکلای اینا صحبت کردن، اصلا وکیل داشتن؟ اصلا این وکیل آزاد و رسمی بود که اونا به علاقه و بر مبنای منافع خودشون وکیل رو انتخاب کردن، این وکیل از اونا دفاع کرد در یک پروسه به حساب پروسه یک دادگاه دموکراتیک و علنی؟ کجای اینا معلومه واقعا در جمهوری اسلامی و دادگاه بیدادگاه های جمهوری اسلامی؟ به همین خاطر اصلا نمیتونیم نه به آمار دقیقی اشاره بکنیم و نه آمار دقیقی وجود داره. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم جناب سربی که مخالف اعدام در هر شکل و به هر بهانه ای هستیم، باید حکم اعدام کلن لغو بشه، ماشین اعدام جمهوری اسلامی باید متوقف بشه به طور کلی، مطلقا باید متوقف بشه و در یک دادگاه علنی، در یک پروسه دموکراتیک، در یک پروسه شفاف به جرایم، به مسائل و مشکلات زندانیان رسیدگی بشه و انسان سیاسی، انسانی که معتقد به یک دین دیگر، به یک عقیده و ایدئولوژی دیگر، به یک سیستم سیاسی دیگر، اساسا نباید زندانی بشه و باید این آزادی رو داشته باشه در جوار یک جمهوری الهی. به ویژه حالا ما ایراد میگیریم، میگیم یک سیستم توتالیتری و دیکتاتور سکولار،
چون به خدا وصل نیست، به امامان وصل نیست، زندانی سیاسی داره، در هر چند قابل قبول نیست ولی قابل درکه. ولی یک سیستمی که به آسمان وصله، به الهیات وصله، به امامان وصله، به بهشت وصله و برای رسیدن به بهشت کار میکنه، نباید انسان سیاسی و مخالف رو خودش رو در زندان حبس بکنه، چه برسه به اینکه اعدام بکنه. بله، من ممنونم از شما. این ماجرایی که پیش آمد بیشتر از این که طبق معمول جمهوری اسلامی ماها رو به اصطلاح متعجب کنه، از این بابت مهم بود که اخیراً چون انتخابات بوده و آقای روحانی آمده بود، بعضی ها امیدوار شده بودند که بلکه یه مقداری اوضاع و احوال بهتر بشه، ولی با این کار نشون داده شد که نه، هیچ تغییری نکرده و حکومت همونجوری که شما گفتید دیکتاتوری بوده و هست و خواهد بود و تنها کاری که الان میمونه اینه که دست به دامن سازمان ها و به اصطلاح ارگانیزیشن های فعال یعنی حقوق بشر یا سازمان ملل بشیم. اینجا میبینم که شما توی این کمپین شماره تلفن ها و ایمیل آدرس و فیسبوک و اینها رو گذاشتید، من هم سعی میکنم اینها رو نشون بدم، امیدوارم دیده بشه چون یه مقداری ریز هست. اگر امکان داره خودتون بگید افرادی که میخوان تماس بگیرن با شما و یا این کمپین رو به چه صورت هست، به صورت تومار هست، روی petition.com هست، یه مقداری در این مورد چون اینجا آدرس فیسبوک هست، دو تا شماره تلفن هست و یه آدرس ایمیل هم هست که اینها رو من سعی میکنم هر چی بتونم بزرگ کنم نشون بدم، ولی شما خودتون یه مقداری بگید برای اونهایی که از طریق صدا ما رو به اصطلاح میشنون اونها هم بتونن یادداشت کنن و با شما دوستان در تماس باشن، بلکه این پتیشن، این تومار، این کمپین، این حرکت هایی که ماهایی که بیرون از زندان ها هستیم و در کشورهای آزاد هستیم میتونیم انجام بدیم، کمکی بشه به اونهایی که در بند هستن و صداشون به هیچ جایی نمیرسه. بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با خود کمپینی رو عرض کنم که عده‌ای از ایرانیان فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری در حال حاضر در این کمپین فعال هستن، به حساب ایرانیان بسیار سرشناس و دارای سابقه ای هست. ما لازم اینو عرض کنم که نامه ای رو ترتیب دادیم و این نامه همچنان که شما هم فرمودیم به دبیر کل سازمان ملل، به رئیس پارلمان اروپا، نهاد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادی خواهان ایرانی و غیر ایرانی در ایران و در هر کجایی که جهان باشند. چیزی که ما خواستیم بسیار روشن، غیر از اشاره به اعدام حبیب الله گلپریبور و رضا اسماعیلی، دو فعال سیاسی کرد، در 26 اکتبر و 16 زندانی سیاسی بلوچ، که اجازه بدین در پرانتز من این تأسف رو ابراز بکنم که ببینید ما در کشوری زندگی میکنیم 16 زندانی سیاسی، 16 شهروندش، اصلا بحث سیاسی رو فعلا ول بکنیم، اعدام میشن، مشخصاتش معلوم نیست. یعنی این اوج عدم شفافیته، این نهایت شقاوت و بیرحمی در حد یک شهروند که من مثلا اسامی هر 16 زندانی بلوچ رو نداشتیم در ابتدا که ببینیم کی اعدام شده، بالاخره اینا به چه جرمی اعدام شدن. غیر از اشاره به اینها، ما از این مراجع جهانی خواستیم که فوری با جدیت، با قاطعیت در جهت توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی گام بردارن به هر طریقی که برای اونا ممکنه. و جمهوری اسلامی به این اشاره کردیم که با اعدام‌های بی‌رویه‌اش علاوه بر نقص فاحش حقوق بشر و زیر پا نهادن متون و میثاق‌های بین‌المللی، و لازم به ذکرم هست که جمهوری اسلامی امضا کننده بعضی از این متون و میثاق هاست، باید اونو رعایت بکنه اما در عمل رعایت نمی کنه. از اونا خواستیم که به این وضعیت رسیدگی بکنن، و از یک طرف دیگه هم تذکر دادیم که فضای داخل کشور اگر به همین شیوه که اختناقی و امنیتی شده، این پیامدهای
میشه گفت غیر قابل جبران اجتماعی سیاسی و روانی نگران کننده ای در پی خواهد داشت. یعنی واقعا این جدی است. مملکتی، کشوری، جمعیتی، شهروندی، زنی، مردی، کودکی که روزانه شاهد اعدام در ملأ عام هست، حتی بارها دیده شده و همیشه هم همین گونه بوده در جمهوری اسلامی، که بحث قصاص هست که یک خشونت بسیار عریان و غیر انسانی است، بحث اعدام هست یک خشونت عریان غیر انسانی است، اینو در جلوی چشمان کودکان ایرانی اجرا می کنند. خب اینا پیامدهای روانی بسیار بدی به دنبال خواهد داشت. شما در نظر بگیرین وقتی که این روند ماشین اعدام جمهوری اسلامی در کردستان با شدت و حدت بیشتری داره کار میکنه، این گسل و فاصله های فرهنگی، اجتماعی، روانی بسیار عمیق ایجاد خواهد کرد و در آینده قابل جبران نیستن. یعنی این گونه نیست که با اعدام حبیب الله گلپری پور یا چند زندانی سیاسی محکوم به مرگ کرد عرشبت حضور شما دیگه مسئله کرد یا مسئله سیاسی در کردستان حل میشه و دیگه برحال آب پاکی رو باید بریزیم رو دست همه. نخیر، خارج از اینکه خود این اعدام ها غیر انسانی هستن و مخالف تمامی متون و موازین بین المللی هستن، دقت کنیم که این اعدام ها در خانواده های کردستان، در خانواده هایی که کرد زبان هستند، تأثیرات روانی و پیامدهای روانی بسیار خطرناکی خواهد گذاشت نسبت به آینده ایران، نسبت به مسئله همزیستی مسالمت آمیز، نسبت به درست کردن گسل‌ها و فاصله‌های روحی، روانی و فکری و فرهنگی و سیاسی در، یعنی اینا رو باید در نظر بگیریم. درست کردن یک کشور یا نگه داشته یک کشور یا چارچوب یک کشور بر اساس تز همزیستی مسالمت آمیز به همین سادگی نیست. در صورتی که در اون کشور یک قاضی یا یک مسئول حکومتی بی‌شرمانه اعلام میکنه که مثلا اینقدر سنی رو اعدام کردیم، به قتل رساندیم، به درک واصل کردیم، خب این بده. این بده. جنگ شیعه و سنی برای ایران بده، برای آینده ایران بده، جنگ بین کرد و فارس برای ایران بده، برای انسانیت بده، برای آینده این منطقه بده. ما نباید وارد این فازها بشیم، نباید کاری بکنیم که جامعه ایران در شبات حضور شما دچار این تنش‌ها و برخوردهای پیدا و ناپیدای امروز و فردا بشه. به همین خاطر ما با درک و به حساب درک این نگرانی ها و با احساس مسئولیتی که در خودمون به حساب سراغ داریم، این نامه رو نوشتیم. قبل از همه کس، قبل از هر کسی و هر جایی، روی سخن ما با ایران و ایرانیان است که نسبت به این مسئله حساسیت نشون بدن، واکنش نشون بدن. بعد ما از تمامی ایرانیان، از ایرانیان آزادی خواه، تمامی پدران و مادران ایرانی، دختر و پسر ایرانی، هر فعال و غیر فعال ایرانی میخوام که به این کمپین بپیوندن. اسم کمپین حمایت از جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هست. ببخشید اجازه بدید کمپین نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به مرگ در ایران. بله. No execution. من دارم اونو نشون میدم، بسیار ساده. خود من همین الان اون لایک رو که میزنید، یعنی شما با این کمپین موافقید و با اعدام ها مخالفید، و بعد این دوستان این شماره ها رو میتونن جاهای که باید ببرن به اونها ارائه بدن و از اونها درخواست کمک کنن. ضمناً من آدرس و شماره تلفن و ایمیل این دوستان رو دارم، اگر کسی مایل هست که با این دوستان تماس بگیره میتونه با من تماس بگیره یا با خودشون مستقیما. ضمناً همون جوری که گفتم روی فیسبوک هم هست به نام کمپین نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به مرگ در ایران. ببخشید من حرف شما رو قطع کردم.
چون شما اون کلمه نجات رو نگفته بودید، گفتم ممکنه دوستان اشتباه بنویسن. کمپین نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به مرگ در ایران. بفرمایید. اگه بخوایم خیلی سادهش بکنیم، در فیسبوک هر کسی در اون قسمت به حساب جستجو بنویسه کمپین ایران دو، دیگه خود به خود وارد این صفحه به حساب کمپین میشه تو فیسبوک. اون وقتی که جستجو میکنید نام کسی رو، کمپین ایران دو رو بزنید، دیگه وارد خود اون صفحه فیسبوک میشه. یا به فارسی همچنان که شما فرمودین همون عبارت رو اگه بنویسن باز قابل پیدا کردنه. و جهت پشتیبانی به صورت نام و مشخصات، ما یک کمپین نقطه یا دات زندانیان outlook.com که در همون صفحه هم اونجا میتونن این آدرس ها رو کلن به صورت دقیق تر کپی بکنن داشته باشن، اسم، فامیل و کشور یا محل اقامت رو میفرستن. و من پیشنهاد میکنم روی وبسایت petition.com شما یه تومار یا یه پتیشن چیز کنید، چون بعضی از دوستان یه مقداری ممکنه خودداری کنن از اینکه به یه ایمیلی اسم و آدرس و مشخصات رو بدن، ولی الان petition.com سالهای سال هست که این تومارها رو از طریق اینترنت انجام میده. اگه دوستان بتونید این کار رو انجام بدید به نظر من موفق تر خواهد بود. ضمناً باز همونجور که شما گفتید، اگه کسی این ایمیل ها و شماره تلفن و فیسبوک آدرس رو احتیاج داشته باشن، میتونن هم از من بپرسن بهشون میدم، هم با شما دوستان تماس بگیرن. امیدواریم که هر چه زودتر یک خبر به اصطلاح خبرهای خوب رو ما بتونیم از این تلویزیون ها پخش کنیم به جای این خبرهای متاثر کننده و متاسف کننده که همش اعدام و حبس و نمیدونم این ماجراهایی که اصلا توی این قرن دیگه جاش نباید باشه. از اینکه دعوت من رو قبول کردید ممنونم. باز سعی میکنم در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشم تا ما رو در جریان پیشرفت‌های این کمپین قرار بدید. اگر صحبتی دارید خیلی خلاصه به مدت یک یا دو دقیقه بفرمایید تا با شما خداحافظی کنم. بفرمایید. خواهش میکنم. منم خوشحالم و ممنون از این فرصتی که به من دادین. تنها راه پیروزی ما در اتحاد ماست، یک اتحاد عملگرایانه، و این فکر میکنم تنها راه و بهترین راهی است که ما میتونیم به آن متوسل بشیم برای نجات ایران از دست جمهوری اسلامی. خیلی ممنون، وقت همگی بخیر. ممنونم از شما. من هم برای شما اوقات خوبی رو آرزو میکنم و از دوستمون که این لطف رو کردن و من و شما رو به همدیگه معرفی کردن متشکرم. امیدوارم باز هم در آینده شما و دوستان دیگر رو داشته باشیم از این سازمان هایی که فعال سیاسی هستن و بتونن واقعا کار رو انجام بدن، و امیدواریم ورای همه مخالفت هایی که با هم دارن دنبال اون وجه مشترک ها به همدیگه بپیوندن. به امید آن روز. مرسی. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای کاوه آهنگری بودیم از بلژیک که کمپینی رو درست کردن، و این کمپین بعد از ماجرای اعدام اون 16 نفری هست که در بلوچستان اعدام شدن، و به نظر میرسه با خبرهایی که هست این اعدام ها ممکنه باز هم ادامه داشته باشه، که جای تأسف هست که کشور به اصطلاح در و پیکر نداره، قانونی نداره، و به این صورت ما میبینیم که وحشیانه افرادی رو که حتی در زندان هستن و اونها دوره به اصطلاح محکومیت خودشون رو دارن طی میکنن، میگیرن و میبرن و اینجوری اعدام میکنن، که حتی ایشون میگه که اسامیشون رو تا حالا نداریم، در صورت که طبق قانونهای خودشون میگن از 48 ساعت قبلش باید خبر بدن به مسئولین و حتی خانواده های اینها، و همه چیز اینجوریه دیگه. وقتی که یه حکومتی دیکتاتور میشه خودش رو از همه بالاتر میبینه، و این واقعا جای تأسف. خب همین الان ویدیوی آقای فرزاد شبستری هم به دست من رسید. میدونید که ایشون چهارشنبه های آخر هر ماه برنامه هایی رو دارن، یعنی یه برنامه ای رو دارن هر چهارشنبه آخر ماه که اون رو برای شما
پخش میکنیم و الان چند مدت هست که به جای یک هفته هر روز برنامه دارن و هر روز ویدیوهای گذشته و دو سال الان شد دیگه که ایشون در این تلویزیون برنامه دارن، ویدیوهاشون رو نشون میدن، آدرس ایمیلشون رو هم میذارن، آدرس پستی رو هم میذارن و شما ها میتونین باشون تماس بگیرید. ضمناً امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا با آقای بابک هروی هستیم از خبربین که میان با شما به مدت 2 ساعت خبرها رو میبینند و به آگاهی شما چی میگن، به یک کمی من درباره این اعدام ها وقتی پیش میاد و اینها صحبت کردن اصلا واقعا آدم متاثر میشه. شما فکرش بکنید که یه نفر در زندان بهش دادن 10 سال زندان، بعد میان ورش میدارن میبرن اعدامش میکنن. این ماجرا هم بار اول نیست که اتفاق میفته، سالهای 60 هم همین ماجرا بوده، در طی سالها همین روش غلط رو داشتن و متاسفانه حتی در زمان شاه هم این ماجرا بود که میدونید یکی از دلایلی که ستونهای حکومت شاه رو فرو ریخت همون اعدام بیژن جزنی و دیگران بود، در اگه اشتباه نکنم در کوههای اوین، که اونها هم فکر کردن که داستان خوبی رو سرهم کردن و اینها گفت بودن اینها میخواستن فرار کنن، ولی بعد دیده بودن توی اون چیزای پزشکی به اصطلاح پزشک قانونی اینها که این تیرها از خیلی فاصله نزدیکی شلیک شده به اینها و اینها رو کشتن و حتی دستهاشون بسته بوده. جزنی ها اگه اشتباه نکنم اهل شیراز هستن و اگر فرصتی بشه بتونیم با خانواده اینها هم صحبتی کنیم و خیلی واقعا جای تأسف داره که ما دوچار حکومت‌های دیکتاتوری هستیم و مردم به این امید که از دست دیکتاتوری شاه آزاد میشن در انقلاب یا در حرکتی شرکت کردن که امروز میبینید 100 درجه بدتر از اون هست و چه باید کرد من نمیدونم، چون واقعا میگم مغز آدم از به اصطلاح فکر کردن باز میسته و نمیدونه آدم باید چی بگه و چه کار بکنه. و این دوستان هم میبینید مثلا همین پتیشن ها، تومار ها، اینها رو که پر میکنن مینویسن، خب حد اکثر کاریه که به نظرشون میاد انجام میدن، ولی من متاسفانه نمیبینم یا سراغ ندارم که این تومار ها و اینها کار کرده باشه به اون صورت و امیدواریم که یه روزی اینجوری باشه که به اینها پاسخ بدن و به اصطلاح وقتی توماری نوشته میشه اون مراجع صلاحیت دار برن دنبالش. و نمیدونم ایشون صحبت میکرد میگفت که این توی قانون هست و خود ایران هم جز به این کشورهایی که امضا کردن هستن، ولی خب میدونیم هیچ کدوم از این قراردادها، قطعنامه ها اینها اجرا نمیشه و هیچ قدرتی نیست که بره به اصطلاح اینها رو مجبور کنه که اجرا کنن و این جای تأسف. پس سعی میکنم برنامه آقای شبستری، فرزاد شبستری، آخرین چهارشنبه با فرزاد شبستری رو هم بس از برنامه آقای بابک هروی اگر ویدیو درست برسه، این ویدیو حدود 500 مگابایته، اصلا شما میتونید فکرشو کنید اون وقتا کامپیوترهای اولی که ساخته میشد میگفتن 4 مگابایت، بعدم اون هی بزن در بیار، الان 500 مگابایت رو به وسیله نه ایمیل ولی پروگرام های دیگه ایشون از اون ور ویرجینیا برای من میفرسته، من اینجا میگیرم و به شما نشون میدم. گاهی وقتا توی این رفتن و آمدن و فرستادن ها این فایل ها مثل ماشین دچار تصادف توی دست انداز و
اونجاست که ما مشکل برای اون ایجاد میشه و نمیتونیم به اصطلاح درست نشون بدیم و باز مجبوریم به یه روش دیگه بگیریم، یه مقداری طول میکشه، ولی امیدوارم این سر موقع حاضر و آماده بشه و بتونیم براتون پخش کنیم. اجازه بدید بریم سراغ دوستانی که لطف کردن و پیام گذاشتن. ضمن تشکر از این دوستان چند تا پیام رو هم با هم بشنویم. من امروز یادم نبود که این خانم فرح دیبا پهلوی که شهبانو همسر شاه هرچی که اسمش هست و بود و شما دوست دارید چه مقامی رو داشت در اون دورانی که به اصطلاح ایران در اون ماجرای انقلاب و اینها بود. این دوستمون لطف کردن گفتن، ضمناً باز یادم نبود راجع به حضرت محمد، نمیدونم انقدر دیگه اسم این شهرها قاطی میشه، از مکه رفته به مدینه یا از مدینه رفته به مکه، که ایشون برای ما توضیح میده. با هم بشنویم صحبتهای این دوستمون رو که هر وقت ما مشکلی داشتیم از لحاظ لغت معنی اینها لطف کردن گفتن. یکی دیگه هم خانمی هست به نام سارا، اون هم هر وقت ما سوالی کردیم ایشون لطف کرده با ایمیل جواب میده و من رو راهنمایی میکنه، از این بابت متشکر و ممنونم. بشنویم با هم این دوست عزیز بیننده رو. بفرمایید. شهبانو میشده نایب السلطنه، اونم مکه به مدینه، آقای حضرت محمد از مکه به مدینه رفتن و اینا. و یه چیزی هم هستش که میگن مدینه گفتی و کردی کبابم. قربان شما، لزومی نیست دیگه، دیر گفتی، باید اول بگی، لزومی نیست پخش کنید. مدینه گفتی و کردی کبابم، داستان اون چیه؟ کسی اگه میدونه اون رو هم بگه، چون ما گفتیم که حسن تلویزیون مردم اینه که شما هر روزی بشینید نگاه کنید، بالاخره یه چیز هر قدم کوچولو باشه ممکنه یاد بگیرید. اجازه بدید که از خانم مینوس ثقفی تشکر کنم که ایشون ضمن این که با من مخالف هستن از لحاظ عقیده، ولی لطف دارن برنامه ها رو میبینن، دنبال میکنن و یک سوال داشتن که من چون فکر میکنم که این پرسش که ایشون کرده ممکنه پرسش دیگران هم باشه پخش میکنم. و ایشون وقتی که من بهشون زنگ زدم و صحبت کردم خیلی تشکر کردن، گفتم که گفتم لازم نیست تشکر کنید. من معمولا سعی میکنم که اگر دوستان پرسشی رو میپرسن توی اولین برنامه بعد از اینکه اونها زنگ زدن جواب بدم تا بتونن پاسخشون رو اونجا بشنون و ببینن، ولی گاهی اوقات میدونم که اینجور نیست که همه بشینن برنامه من رو هر روز ببینن. شما این اشتباهی رو که مجریای دیگه میکنن نگاه کنید، میگه که بله تو برنامه قبلی گفتم بهتون، اصلا قرار نیست که اینا همیشه نشسته باشن برنامه من و شما رو نگاه کرده باشن، و از طرفی نمیشه همه چی رو هم تکرار کنید. به همین خاطر سعی میکنیم یه وقت یه نفر که یه اشکالی داره اون رو توی برنامه توضیح بدیم برای همه. بریم بشنویم ببینیم مشکل این خانم مینو ثقفی چی بوده، بعد اون رو من براتون توضیح میدم که چگونه شما میتونید به این رادیویی که ایشون میخواد دسترسی پیدا کنید. بفرمایید. جناب آقای سلبی سلام عرض میکنم، من مینو ثقفی هستم. امروز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر روز 29 اکتبر، فوق‌العاده معذرت میخوام، از حضورتون میخواستم یک استدعا بکنم چنانچه میسر باشه، بسا لطف بفرمایید، چون که شما برنامه هاتون یک کمی بیشتر تعلیم دهنده است، به من تعلیم بدید که چجوری این برنامه صدای مردم، رادیوی مردم، آقای قائم مقامی رو بگیرم و ایمیلشون چنده یا شماره تلفنشون چنده. جسارت خدمتتون نمیخوام بکنم که خدای نکرده شما رو جای 08 بگیرم، ولی چون راهی دیگه ندارم و 08 هم شماره ایشون رو نداره، جسارتاً به خودم این اجازه رو دادم که این گستاخی رو حضورتون بکنم و از محضرتون این استدعا رو کنم که منو راهنمایی بفرمایید. شماره تلفن من ایریا کد 920. بله، من ممنونم از ایشون، با ایشون تماس گرفتم. برای شما دوستان هم نشون میدم که چگونه رادیو صدای مردم، اگر دیده باشین اون
مصاحبه رو با آقای سعید قائم مقامی، با وجودی که من با ایشون هم اختلاف زیادی دارم از لحاظ عقیده و حتی از لحاظ عملکرد رادیو تلویزیونی، و همیشه ایشون رو مورد انتقاد قرار دادم به خاطر اون مسئله‌ای که فکر میکنم افرادی مثل ایشون با هیجان چی میگن هیجان زده شدن و کارهای غیر منطقی که انجام دادن، جوانان زیادی رو در ایران دست دادن تحویل آخوندها و آخوندها دستگیر کردن. بعد هیچ کدام از این دوستان هم دیگه به فکر اونها نیستن، میرن نفر بعدی رو پیدا کنن که کمک کنه پول بگیرن و الاخر. به یه نفر زنگ زدم برای آگهی، گفت آقا من واقعا فهمیدم که تو آدم خیلی ساده هستی. گفتم چرا؟ گفت اینقدر زنگ میزنی برای 100 دلار 50 دلار این ور اون ور، ضمن اینکه اینها به تهمت میزنن اینها، و میبینیم که خیلی ها نشستن اونجا با چاپلوسی و دروغ گفتن به مردم یه عده‌ای رو ایشون گفت خر میکنن و از بابت اونها ماهیانه پول میگیرن. گفتم والا من نمیدونم، این کاریه که من انجام میدم و خوشم میاد و دوست دارم. من با وجود اختلافی که با آقای قائم مقامی داشتم، وقتی که دیدم از اون رادیوی قبلی جدا شدن، زنگ زدم باشون، مصاحبه کردم باشون و رادیوی جدیدشون رو اینجا میگن پروموت یا تبلیغ کردم که دوستانی که دنبالشون میگشتن گم نشن، برن پیدا کنن. برخلاف دیگران که میترسن دیگران رو معرفی کنن، من با وجودی که همیشه میگم 7 تا بیننده دارم، ولی به همین 7 تا بیننده میگم که دیگران هم هستن و خیلی خوشحالم. خود همین خانم مینو ثقفی گفت آقای سوربی باور کنید من 68 تا رادیو تلویزیون رو این ور اون ور میرم میبینم، ولی ور میگردم میام باز میبینم شما داری یه چیزی یاد میدی راجع به تلفن زدن، راجع به صحبت کردن، راجع به مخالف بودن، دشمن نبودن اینها، و من از این بابت ممنونم. در هر صورت رادیوی صدای مردم رو شما میتونید مستقیما از وبسایت خودشون بگیرید، به همین اسمم هست، رادیو صدای مردم. اگر مشکلی دارید میتونید از طریق تلویزیون مردم، مردم tv.com، اونجایی که نوشته بیش از 70 رادیو تلویزیون، روی اون کلیک کنید، صفحه رو بهتون نشون میدم. یا وقتی میایین مردم tv.com، این بالا نوشته هوم، بعد نوشته 4 تا 5 تا نوشته کوچولوه، آخرش نوشته تیوی رادیو یا تیوی تلویزیون و رادیو، روی اون که میزنید اون هم باز شما رو میبره به همون صفحه‌ای که خدمتتون گفتم که در قسمت عکس‌ها اونو بهتون نشون میدم. و اما میدونید که ما یه مدتی یه نفر که ادعا میکرد مأمور اطلاعاتی آخوندها بوده و الان دیگه نیست، برنامه داشت و اینها، که بعدن فهمیدیم بابا این هنوز هم مأمور، اگه حتی هستم مأمور دو جانبه و خود فروخته است و اینها. و ایشون تنها اشکالی که تونست به من بگیره اینه که تلویزیون سوربی از پناهجویان پول میگیره و وقت تلویزیون رو در اختیارشون میذاره. دوستان من دیروز اینجا تنها وقتی این پیام رو شنیدم اشکم در اومد. با هم بشنویم پیام محسن فلسفی فر که پناهجوی بوده، که توی همین تلویزیون بهش میکروفون دادیم، بهش امکان دادیم، ویدیوهاشو پخش کرده، و این خبر رو با هم بشنویم. چون شما میبینید من هر وقت با این دوستان مصاحبه میکنم میگم با امید اینکه به زودی خبرهای خوشی از شما داشته باشیم. خانم میترا کهرم بود، در زندان سوئد بودن، من باشون مصاحبه کردم، بعدن قبول شدن، الان هم زندگی خودشون رو در سوئد امیدوارم با خوشی و خوشبختی ادامه بدن. دیگر دوستانی بودن که اسماشون هم یادم نیست هم زیاد هستن، توی مصاحبات برید، چه در زندان چه موقعی که سرگردان بودن غیر قانونی زندگی میکردن در سوئد، باهاشون مصاحبه کردم. باز یکی از اونایی هستم که این جرأت رو دارم با این افرادی که خودشون از لحاظ چیز مشکل قانونی دارن، با مجاهدینی که از لحاظ دولت مشکل داشتن بهشون صحبت کردم و میگم همه حق دارن بیان صحبت کنن. ننگ و خجالت بر اون کسی که به دروغ میاد میگه دیگه با آخوندان نیست، و میبینیم که هنوز هم داره در جهت موافق اونها قدم برمیداره و شاید الان داره بیشتر از قبل فعالیت میکنه.
محسن فلسفی فر از سوئد. بفرمایید. همونطور بی سلام، حال شما چطوره؟ محسنم فلسفی فر. دوستان این جوان ها به من میگن عمو سوربی، برای که از روز اولی که زنگ میزنن و ایمیل مینویسیم من باهاشون جوری صحبت میکنم، بهشون میگم شما مثل بچه های خود منی، مثل بچه های داداش من هستی. من متاسفانه خواهر نداشتم، هیچ وقت نمیتونم به یک کسی بگم من رو دایی خودت خطاب کن. ضمن این که فرقی نمیکنه، تو آمریکا برای کلمه دایی و عمو یک کلمه رو استفاده میکنن، ولی ببینید که آقای محسن فلسفی فر من رو عموی خودش خطاب میکنه و من از این بابت به خودم میبالم. مرسی محسن جان. بفرمایید. همونطور بی سلام، حال شما چطوره؟ محسنم فلسفی فر از سوی تماس میگیرم. خواستم ازت تشکر کرده باشم به خاطر زحمتی که توی این مدت به شما دادم. شما خیلی محبت کردی در حد من، مخصوصا من سوئد شما آمریکا، واقعا زحمت کشیدی واسه من. خواستم بهت خبر بدم امروز خبر اقامت ها و از اداره مهاجرت من از این مدت ها من گرفتم و الان خواستم از شما تشکر کردم به خاطر این مدت که واقعا خیلی محبت کردی در حق من، واقعا زحمت کشیدی. تشکر میکنم ازت و از تلویزیون خوبت. سپاسگزارم لطفت. خدا نگهدار. مرسی. دوستان صدای شوق، ذوق، خوشحالی، این رو در لرزش صداش میشه شنید و حس کرد. کسی که سالها سرگردون بوده در سوئد، بالاخره تونسته با دست انداختن به حبابی روی این آب بمونه و امروز خبر دیروز، خبر اقامتش رو شنیده. من بهترین ها رو براش آرزو میکنم، برای خودشم هم نوشتم هم پیام گذاشتم و عکسش روی وبسایت مردم تیوی هست، صفحه اول مردم تیوی، محسن فلسفی فر. میتونید برید ویدیوهاش رو هم وقتی که روی عکسش کلیک کنید ویدیوهاش رو هم ببینید. این قدم کوچیکی هست که این تلویزیون برداشته، نه جنبشی را انداخته. همین آقای قائم مقامی فریاد میزد بله شما الان فلکه سوم تهران پارس هستید، خب چی شده؟ برید اونجا. آقا خب این آدرس مستقیم به پاسداراست که اونا برن، یعنی اونا اینقدر احمق رادیو شما رو گوش نمیدن؟ پاسداری که نشسته تو دفترش و حقوق میگیره، ولی اون بنده خدایی که تو خیابون داره میدوه اون رادیو شما رو گوش میده؟ پس شما دانسته یا نادانسته آدرس میدادید به پاسدارا، آدرس میدادید به بسیجیا، آدرس میدادید به مامورین ضد شورش. و من متاسفم اون وقت شماها تازه ادعا میکنید که چندین سال هست که سابقه دارید و ببخشید من این سابقه رو نخواستم و به قول معروف این سابقه رو بذارید دم کوزه و آبش رو بخورید. بریم با هم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. سید کریم، یا بعضی ها میگن سید بهش، سید کریم، سید کریم کمدین معروف ایران که خیلی هم غزل میخونه، آواز قشنگی میخونه. من تا یه عکسی دارم باهاش، کالیفرنیا رفته بودم یک شب کاباره تهران با اون بودیم، با آقای ایرج رستمی بودیم و با دوستان دیگه، خانم مهستی اون شب بود میخوند و اینها و آقای ستار اونجا بود. خلاصه عکسی هم دارم با این دوستان. آقای سید کریم مریض هستن در بیمارستان و طبق این ویدیو میگن حالا هست که مردم باید بیان به من سر بزنن و الا من فردا که بمیرم 100,000 نفرم بیان زیر تابوت چه فایده. اگر شماها در کالیفرنیا هستید میدونید و میتونید به دیدن ایشون برید، برید ازشون به اصطلاح میگن برید ملاقاتشون، ازشون دلجویی کنید، براشون آرزوی سلامتی بکنید، چون ایشون سکته کرده و خیلی کوتاه یه نفر معلومه که با تلفنم ضبط کردن، اون رو براتون نشون میدم. ولی قبل از اون بریم با هم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. اگر شما هم آگهی دارید یا سرویسی دارید که تلویزیون مردم میتونه خدمتی باشه به شما، حتما از سرویس خدمات ما استفاده کنید. مرسی. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد.
انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوشرنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام های من را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکمتر برداریم. آن وقت می بینید که چه راحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می شویم. با سپاس، محمد علی متحیل، فعال جبهه آزادی خواهان ایران، سوئد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد. ساعت 3:09 بعد از ظهر روز چهارشنبه 30 اکتبر 2013 و 8 آبان ماه 1392. دیروز آقای اجلالی، دوشنبه آقای اجلالی برنامه داشت و در رابطه با آمریکا صحبت میکرد. متاسفانه ماها هممون اینجوری هستیم دیگه، یا سفید سفید میبینیم یا مشکی مشکی و هیچ کدوم حاضر نیستیم که اون وسط خاکستری رو هم ببینیم. ایشون صحبت میکرد که سربازهای آمریکایی همه با پول خریداری میشن. نه، به این صورت نیست. همین آمریکا بچه نخست وزیرش، بچه معاون رئیس جمهور، پسر آقای جیم بایدن، درست میگم جو بایدن،
و پسر آقای جیم ویب. جیم ویب فکر کنم یا سناتور ماست یا کانگرسمن، از بس دیگه اینا زیادن من قاطی میکنم. اینها خودشون داوطلبانه رفتن میرن خدمت میکنن. متاسفم که لیلا خانم هم که اونم از اون دو آتشه های طرفدار جمهوری اسلامی هست، اون هم میاد و پامنبری میکنه و تاکید میکنه به صحبت تاکیدی بر صحبتهای اشتباه آقای اجدالی. ولی با همه اینها من به دوستان میگم بذارید این دوستان صحبت کنن، حرفشونو بزنن، تا اون وقت من و شما بفهمیم که چرا ما امروز به این روز افتادیم. برای که هیچ حد وسطی نداریم. یکی از اونایی که داوطلبانه رفت و کشته شد و کشته شدنش خود ماجرای بزرگی به همراه آورد، یکی از فوتبالیستای معروف آمریکا بود که وقتی اون ماجرای حمله تروریستا به اون برج‌های دوقلو و پنتاگون و کجاها بود دیگه، سه تا هواپیما بود، یکیش هم توی پنسیلوانیا، اینها رفت داوطلبانه بعد کشته شد. بعد گفتن که این نمیدونم شلیک دوستانه بوده، اینجوری بوده، شلیک دوستانه اتفاق میفته. خود من که توی هوابرد خدمت کرده بودم، شبا وقتی که این سربازا میشینن با اسلحه پر آماده، بعضی وقتا روبرو هم، چون توی یک ریو، موقع ریو بوده و ماشنای روسی زیل بود، چی بود اسمش، اینها هفت نفریم و نشستن تفنگاشون رو اینجوری، وقتی خواب میاد سراغ چرت میزنه، یه وقت میبینی دستش میره رو ماشه، اینا هم همه اتوماتیک و سمی اتوماتیکه، یه دفعه شلیک میکنه و خیلی ها به این میگن شلیک های دوستانه، یعنی هم ردیفش، هم گروهانیش، هم دورش شلیک میکنه و اون کشته میشه. ولی بعد معلوم شد که ماجرای این سربازه که فوتبالیست معروفی هم بود اینجوری نبوده. اگر دوستان میدونن بنویسن. من الان نمیدونم، امروز یاهو دوباره برای من نوشته بود که یه نفر این suspicious activity، فعالیت های مرموز مشکوک داشته و شما چیز تو عوض کن، پسورد تو عوض کن. انقدر ما پسوردمون رو هی میگه عوض کن که دیگه خودمون بعدن یادمون نمیاد، بعد که میخوایم بریم دو بار سه بار میزنیم میگیم نه شاد اینه، شاد اونه، شاد اونه، بعد میگی یه نفر داره عملیات خیلی گناه چی میگفتن کبیره انجام میده، دوباره عوض کن. میگم آقا من اصلا نمیدونم که چجوری بیام داخل، حالا بذار بیام داخل. خلاصه یاهو هم دوچار مشکل بوده و هست و فقط هیچ شکل و شمایلشو عوض میکنن. ببخشید ما توی ایران شعارها اینجوری بود دیگه، میگم ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، اینا هم همینجوره، میگیم بابا ایمیلتون کلن اشتکال داره، میاد اتچمنت از بالا برمیداره اینجا میذاره، نمیدونم رنگا رو از اینجا اونجا میذاره لینک ها. این چه مشکلی رو حل میکنه؟ حتما شما هم الان یاهو عوض شده و قدیما به شما حق انتخاب میداد. یکی از زیبایی های این مملکت اینی که حق انتخاب، شما ببین ماشین بهت نمیگه پیکان هست و فولکس، میگه شولت هست، فورد هست، هوندا هست، هوندای هست، تویوتا هست، این هست، اون هست، اون هست، اون هست. اینا دارن این رو هم از بین میبرن. قبلا وقتی که یاهو یا یه سیستم جدیدی میامد، اولا به اونایی که خیلی عاشق این چیزا هستن میگفت سیستم جدید آمده، بیتا یا بتا بعضیا میگن، شما میخوای اینو امتحان کنی؟ ما که بلد نبودیم میگفتیم نه بابا ما همونم که داریم یاد گرفتیم فعلا برون کن. بعضیا میرفتن امتحان میکردن، مشکلات رو میگفتن، بعد که از حالت امتحان و آزمایش میومد بیرون، برای من و شما مینوشت میذاش که سوربی آقای ایکس، خانم ایگرگ، این یاهو ایمیل، اینی که شما داری استفاده میکنی کلاسیکه، همون اولیش هست، میخوای حالا ورژن جدید، ورژن به ایرانی چی بگیم، الان سارا میره برام مینویسه، نمونه جدید، نمیدونم چی بهش بگیم، بالاخره مدل جدیدش رو امتحان، همش که اینا میشه انگلیسی مدل whatever. بعد ما یا آمادگی رو داشتیم میگفتیم بله یا میگفتیم نه. بعضی وقتا اگه میرفتیم، اگه میدیدی مشکله، باز بهت اجازه میداد که برگردی. الان شده دیکتاتوری، یا آقای جوونی
صاحب این شرکته، یه آقای جوونی صاحب اون شرکته، یه مش جوون دیگه هم اینا رو درست میکنن. بیچاره من و داریوش و شما و شما و شما که حالا باید بگه ای وای چی شد، اتچمنتم کجا رفت؟ برای دوست دو سه بار که نامه می‌نویسی بعد که اون یه چیزی بهت برات میفرسه عکس، این رفته اون پایین پایین. اون احمقی که مال یاهو اومده اتچمنت رو برده پایین، اتچمنت یعنی پیوست، تو ارتش میگفتن پیوست، مثلا نامه فلانی هست تقاضای مرخصی کرده میخواد بره مرخص، زمیمه، پیوست، اتچمنت، اتچ کردن یعنی متصل کردن، همون پیوستن. اینو گذاشته اون پایین پایین، داری ایمیل مینویسی میخوای رنگش رو عوض کنی، حالا دیگه هایلایت رو برداشته، بعدا میری توی همون رنگ فانت میبینی هایلایت هم گذاشته. خب من اینو از کجا بفهمم؟ هی میرم میبینم نیست، میگم خب لابد دارن درستش میکنن. بعدا امروز بعد 5 روز فهمیدم که هایلایت و رنگ فانت رو یه جا گذاشته. خلاصه خدا به دادمون برسه، بدبختی اینه که خدایی هم وجود نداره. پس سعی کنید خودتون به داد خودتون برسید. رادیو صدای مردم رو که آقای سعید قائم مقامی فکر کنم بیشتر از همه اون دستن در کاره، براتون میذارم عکساشو نشون میدم که کجا میتونید ببینید. اونایی که وارد هستید توی قسمت رادیو تلویزیون ها که میرید، وقتی که شما نگاه میکنید این بر تلویزیون ها هستن، این بر تلویزیون های اینترنشنال بین المللی و رادیوها. توی رادیوها صدای ایران رو داریم، صدای مردم رو هم داریم. حالا حتما تا صدای مردمه داد این مسعود امینی بلند میشه که آقا من 20 سال پیش صدای مردم رو داشتم و هنوزم میخوام درست کنم. این بدبخت بیچارم 20 ساله میخواد یه رادیوی زپرتی. آقا این روزا با تلفن دستی، با همین تلفن مال قرن 19 من میتونم رادیو درست کنم، بشینم اینجا حرف بزنم مردم بشنون. مشت عقب افتاده والا. خب آقای بهرام مشیری در بایگانی تلویزیون مردم میتونید برید ببینید، یا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ما بایگانی بسیار خوبی داریم. امروز باز خانم ثقفی تعریف میکرد، میگفت که یکی از دلایلی که دنبال این رادیو صدای مردم بود، یه برنامه رو اونجا میخواد ازشون، میگه که اینا نه آرشیوشون به موقع هست، مثلا بعد از نمیدونم 2 هفته 3 هفته هنوز چیزا رو نذاشتن. در اصل نمیدونم آرشیو آقای بهرام مشیری، من امروز وقتی رفتم فکرم صفحه اشتباهی رفتم، چون تاریخ مال 2012 بود، بعد که میری پایین تر میبینی 2013 است. سالها پیش 1998-99 با محمد علی توی تلویزیون اون موقع فیرفکس اکسس بود، حالا فیرفکس پابلیک اکسس، اون موقع یه چیز دیگه بود، کار میکردیم. وقتی شروع کرد و اون موقع بایگانی اینا نداشتیم، فقط مهمونا رو مینوشت، مهمان قبلی این، عکس این، اینجوری میذاشت. من بهش گفتم آخرین رو باید بذاری بالاترین، همین سیستمی که الان تو تلویزیون مردم شما میبینید. ولی بعضیا میبینی که آخرین ویدیوشون شما باید بری 2 سال پایین تا ببینیش. به نظر من اشتباهه. اگر کسی شما رو دنبال میکنه آخرین برنامه‌ات باید بالا باشه، این ببینه، بعد اگر امروز شما رو آشنا شده اون وقت میره اونای دیگر هم میبینه. در هر صورت من وظیفه خودم رو اون چیزی که گفتم انجام دادم. آرشیو آقای بهرام مشیری رو شما میتونید از صفحه بایگانی تلویزیون مردم ببینید. این هم از این. و باز برگردیم به صحبت‌های آقای اجلالی، و خیلی از شما اعتراض کردین اینها، به همتون من میگم که تلفن خودشون بازه، ایمیل دارن، با خودشون تماس میگیرین. ولی آقای اجلالی اگر ارتش آمریکا پول میده و سرباز میخره، اقلا پول میده، به قول شما از یه دهاتی که 100 نفر هستن پول داده، اینها به خاطر بیچارگی نداشتن میرن. خمینی و یارانش که دروغ گفتن و قول بهشت و اینا رو دادن به اینا با یک کلید پلاستیکی، و خودشون میدونستن خیلی از این بچه ها که آمدن، این نامه هایی که از طرف پدر و مادرشون گرفتن دروغیه، ولی اینها رو فرستادن جنگ و روی مین و اینها کشتن. جواب خونه اینها رو کی میده؟ اولا ارتش آمریکا که یه سیستمی داره که وقتی این
فوت میکنه بهش پول میدن، بعدن به بازموندش حقوق میدن. اینا ارتش، البته سیستم اینا هم افتضاح هست، شکایت همیشه هست که از وترن ها یا از اینایی که قبلا در ارتش خدمت کردن به خوبی نگهداری نمیکنن، بیمه خوبی ندارن و بیمارستانشون چند مدت پیش حسابی رفت زیر سوال. ولی آقای اجلالی به خاطر خدایی که خودت بهش باور داری و من ندارم، یه مقداری واقعا چی میگن عادلانه، ما نمیگیم شما انتقاد نکن، شما انتقاد کن، شما فریاد بزن، ولی عادلانه انجام بده. ببین که سرباز آمریکایی رو که مال پورتوریکو هست، شما درست میگی، بهش میگن شما اگه رفتی مال جاهای دیگه هست، بله، پورتوریکایی ها سیتیزنشیپ آمریکا رو ندارن، من نمیدونم چه جوریه. خلاصه خیلی حال دیگه شون که میان وقتی میرن سربازی میان، یکی از قولها اینه که بهشون مثل که سیتیزنشیپی بدن، اینا اقلا اینا عمل میکنن. اونا که با یک کلید پلاستیکی فرستادن و بعد دیدیم در بنیاد شهید افرادی مثل آقای کروبی خوردند و بردند و دزدیدند و زندان درست کردند در بنیاد شهید. برای کی؟ برای خانواده شهدا که میرفتن شاکی میشدن که آقا این خانم جوان همسرش 3 بچه رو ول کرده، اینجا رفته جبهه کشته شده، الان پول نداره. همین آقای کروبی که امروز میگید در زندانه و دلتون میسوزه، برید ببینید این چه کرد با این مردم در بنیاد شهید، بنیادی که باید از اونها قدردانی میکرد به خاطر اینکه 8 جنگ اینها 1 مربع رو از ایران نگذاشتن به دست چیز بیفته، خواستم این بنیستن به دست صدام حسین بیفته. در هر صورت این هم نظر من. ولی از اینکه شما به من بگید که فکر کنید من برنامه آقای اجلالی رو قطع میکنم، نه خیر، اینجور نیست، نبوده، نخواهد بود. در تلویزیون مردم همه میتونن بیان حرفشون رو بزنن. به اونها هم ما میگیم که شما وقتی میای صحبت میکنی به دیگران هم اجازه بده باهات تماس بگیرن، حرف بزنن، نظرشون رو بگن. و میبینید آقای اجلالی از اولی که میاد تلفنش رو مینویسیم میذاریم اونجا، ایمیلش اونجاست، میگی جواب میده. برای من حتی شما پیام میذارید در رابطه با اون پخش میکنم و از این بابت ما هم سرمون بلند و افتخار میکنیم. ساعت 3:22 است، 4 بعد از ظهر به وقت ما، 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، میریم با آقای بابک هروی خبربین. خبربین رو هم شما میتونید هم از وبسایت خودشون خبربین.com پیگیری کنید و دنبال کنید، هم از وبسایت مردم تیوی. این بالای تصویر ما این آگهی ها که عوض میشه. و اما نقل آگهی ها گفتم، 2 از اونایی که من خیلی خوشم میاد کمدین های هستن که اینها این کمدی یا اینجا میگن کمدی توی ایران خیلی جان نیفتاده بود با وجودی که ما داشتیم، ولی از بس خط قرمز کشیده بودن آقا شما راجب شاه نمیتونی حرف بزنی، راجب نخست وزیرم اگه حرف زدی ممکنه زندانی بشی، خب حالا اون رفت، راجب ولی فقط فقیه نمیتونی حرف بزنی، راجب آخوندام اگه حرف زدی ممکنه بسیجی بیاد بده حمله کنه. اینم این خط قرمزا اینا رو بسته بود و محدود کرده بود و الان هم که دیگه بدتر از بدتر. توی آمریکا این نیست و افرادی مثل آقای امید جلیلی که از ایران تو انگلستان زندگی میکنه، آقای مکس امینی که توی کالیفرنیا زندگی میکنه، اینها از این فرصت استفاده کردن و اون نبوغ یا اون چی میگیم دیگه، همین نبوغی رو که داشتن اینجا شکوفا شده و دارن ازش استفاده میکنن. و برای من و شما مثلا مکس امینی واقعا این ماجرای دودول طلای ایرانی ها رو به خوبی روی ویدیو آورده و گذاشته. خودتون برید بزنید مکس امینی بعد ببینید این ویدیو رو. 29 نوامبر، چون الان دیگه اکتبر تموم شد، فردا تموم شد، 29 نوامبر آقای امید جلیلی در نیویورک هستن و 30 دوتاشون، هم امید جلیلی هم آقای چیز میان اینجا. بذاریم اصلا اگه بتونم عکس اینها رو نشون بدم بهتون، نمیدونم کجا گذاشتم، امید 29
بله پلیر 4 ببینیم با هم. بله حالا منتظر ویدیوهاشون هستم. آقای امید جلیلی، اونهایی که ممکنه فیلم های سریال آمریکایی رو دنبال میکردن، اگه یادتون باشه ایشون یه موقعی توی سریال های آمریکایی هم بازی میکرد با اون خانم چی بود، ووپی گولپر یه همچیزی، و شب اول جمعه نوامبر 29 توی نیویورک ایشون برنامه داره و پس از اون شنبه 30 نوامبر امید و مکس امینی هر دو در باز همین وارنر تیتر که معین هم اینجا بود برنامه خواهند داشت. من هم حتما اونجا میرم. حالا اگر فرصتی هم پیش بیاد قبل از این ماجرا هم بتونیم با این دوستان مصاحبه‌ای داشته باشیم تا شماها هم اگر تا امروز اینها رو نمیشناختید بیشتر باهاشون آشنا بشید و بیاین. دوستان بلیتاشون هم نگاه کردم گرون نبود، فکر کنم 52 دلار. باور کنید برای کسی که از انگلستان بلند میشه میاد اینجا، از نیویورک میاد اینجا بلند میشه میره، برای شما 2-3 ساعت خنده و شادی میاره، این 52 دلار، 60 دلار، 90 دلار، 100 دلار خیلی بهتر از یه خوراکیه که میریم میخوریم از فردام نگرانیم که کلسترولمون بالا نرفته باشه و این خوراک ما رو به اصطلاح نکشه و فلان اینها. نه اینکه خوراکم بده، اون هم به جای خود نیکوست، ولی سعی کنید از هر چیزی استفاده کنید. منتظر آگهی های ویدیو تلویزیونی اینها هستم تا پخش کنم. تا اون زمان از روی وبسایت مردم tv.com از روی این بنرها اونها رو، سیلم کارپت، کانون آوا و دیگران رو که اونجا هستن، هم ببینید، هم حمایت کنید، هم دنبال کنید و روی این بنرهای مال خودمون به هر کدومش کلیک کنید میبرتون راجع به اون کسی که اونجا هست و میبینید با هم دیگه. خب بذارید من ببینم این عکس‌ها رو امروز برای شما چی نشون بدم و چی بگم، که خیلی ها شکایت کردید گفتید آقا این روزا برنامه ها کم شده. هیچ، از اون ورم زود فلنگو میبندی و میری. هر آنچه مرا از پا در نیاورد یا نیاورد قوی ترم میکنه. یه آهنگ بسیار، اینو نیچه گفته، یه آهنگ بسیار زیبا هم الان دارن میخونن تو رادیو آمریکا هست، همین که میگه اون چیزی که منو نمیکشه منو قوی تر میکنه، به انگلیسی whatever doesn't kill me make me stronger، یه چیز اینجوری، اونم خیلی قشنگه و من امروز اینو که دیدم یاد اون افتادم. این هم دعوتنامه ای هست که خانم فرح پهلوی و آقای رضا پهلوی، شامی بوده 500 دلار شما میدادید، میرفتید اونجا شام نوش جان میکردید. حالا این 500 دلارا برای چی هست و به کجا میرسه و آیا این هم باز یک لکه ننگی مثل شورای ملی خواهد بود یا نه، به زودی خواهیم فهمید. میگه قدیم ها فکر میکردم یک آدم 30 ساله دیگه خیلی پیره، وقتی 30 سالم شد فکر میکردم 40 سالگی زیاد است. در 50 سالگی تصورم این بود که 70 سالگی دیگر خیلی پیریست، اما حالا که 61 ساله شدم فکر میکنم اگر 99 سالگی هم بمیرم جوانمرگ شدم. رضا کیانیان، رضا کیانیان فکر کنم هنرپیشه است توی ایران، من بعضی از اینها رو نمیشناسم. و اما آقای صائب تبریزی گفته آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع، کاش در زندگی از خاک مرا بر می داشت. خب همین شعر یادم انداخت که من این ویدیوی کوتاه آقای سید کریم رو برای شما بذارم و همین شعر رو دوباره هم یه بار بخونیم. آن که گریان بر سر خاک من آمد چون شمع، کاش در زندگی از خاک مرا بر می داشت. سید کریم رو با هم ببینیم، با اون حال زارش در بیمارستان براش بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم به زودی زود حالش خوب بشه، سلامتش رو
پیدا کنه و باز به دست بیاره. آمریکایی‌ها میگن get well، یعنی سالم شو، get well soon، سالم شو زود زود. آقا سید، مردم دوستان از شرایط شما با خبر باشن، لطفا خودتو توضیح بدین. چی تو جمعی که سکته کردم؟ بله بله بله، خوره بودم، سرم گیجم، سکته کردم، آمبولانس آمدم بالا آورده بیمارستان، شیش روز عبر زرم توی بیمارستان، چند روزی هم باید باشم از بیمارستان، اگه بیمارستان دیگه برم اسفر چی اسپیتال بهش میگن. آقا سید لطفا تو دوربین نگاه کنیم. خب الحمدلله بهتری، مثل این که ده هم برامون میخونی آقا سید. الان باید حال شما هم وقت گروه بردیم، مردم خیلی صدای شما دوست دارن. مردم خوب محبت دارن، خوالا دوست دارن برنشم ما رو ببینن. الان وقت دیگن منه میان موشی همه میامدن. چشم آقا جوی، ما مردم اینا خوش سست ما رو باید بدلقه هستیم، ولی وقتی الان بمیده با جنازه هم قیامت میشه. الان هیچ گیر نمیگن، خودشون هم میدونن. الان برم بخندم اگه نمیگن. آسا ایشالا موفق باشی، دوتر ببینیم شما حالت بهتر شده. شما پیغام چیزی نداریم بگیم؟ خیلی ممنون جناب درخشش، خیلی خوشحال شما درخشش شما رو دیدم. قربان شما، محبت کردیم شما. خدا حافظ. خب اینم سید کریم که شادی آورده برای مردم سالهای سال، امروز در بیمارستان هست و چشمش به در منتظر شماها، مخصوصا شماهایی که دوستش هستید، در کالیفرنیا هستید و میتونید این کار رو انجام بدید، حتما برید ملاقاتش. خود من خیلی ملاقات مریض رفتن رو دوست ندارم، به این دلیل که فکر میکنم وقتی ما میریم هم مزاحم دکترا و پرستارا و اینها میشیم، هم مزاحم خود اون بیمار یا مریض. شما نظرتون چیه؟ این هم از این ماجرا. آن که گریان بر سر خاک من آمد چون شمع، کاش در زندگی از خاک مرا بر می داشت. این را هم صائب تبریزی گفته، درست در رابطه با همین صحبتی که آقای سید کریم کرد. ممکن است که من منکر چیزی باشم، ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم. این هم درباره ما صدق میکنه، هم درباره آقای اجلالی. باید بگیم آقای اجلالی، ما سعی میکنیم با وجودی که با شما مخالف هستیم، ولی به اصطلاح عقاید و فکر شما رو لجنمال نکنیم. شما هم به دیگران احترام بذار و بیا نظرتو بگو، ولی یه مقداری رعایت کن. این هم از اینجا. خب تنها یک چیز هست که برآورده شدن رویایی را ناممکن می سازد و آن ترس از شکست است. پاولو کویلیو. این هم گفتارهای هست که هر روز ما می بینیم و می خونیم و برای یک لحظه لذت می بریم، ولی آیا عمل می کنیم؟ من نمی دونم. هیچ هوشیاری بدون درد نیست، ویلیام شکسپیر. و یا میشه هم گفت هیچ هوشیاری بدون درد نیست. این رو توفیق خیلی قشنگ اون وقتا نوشته بود، نوشته بود که بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که خر آمد الاغ رفت. حالا من نمیدونم اونها از ویلیام شکسپیر تقلید کرده بودن یا ویلیام شکسپیر هم توفیق میخونده. دلم میخواهد بخوابم مثل ماهی حوزمان که چند روزی است روی آب خوابیده. حسین پناهی. خیلی ها آقای حسین پناهی رو میگفتن دیوونه است، دیپرس هست. من شناختی از ایشون نداشتم متاسفانه تا بعد از طریق همین اینترنت و نوشته های ایشون. فارغ نشویم یک دم از فکر معاش، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. واقعا این داستان همه ما نیست، از ترس مرگ زندگیمون رو به خودمون خراب میکنیم و اینها. و واقعا این زندگی نیست. داریم میگفت که مردن من
این شعری هست که روی سنگ قبر پدر من نوشته شده که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، هرچه قوم کرد. خیلی قشنگ شعره ولی حالا یادم رفت متاسفانه. یک روز همه چیز به پایان خواهد رسید، یا به این علت که مردم یا به این علت که برنده شدم. آرامش را باز خواهم یافت، یا در زیر خاک یا در آغوش پیروزی. حالا من نمیدونم این برنده شدم این منظورش پیروزی در جنگ بوده. والا دیدیم اونایی هم که در جنگ پیروز شدن اون پیروزی چند روزی بیش نبوده و پس از این اونها هم زندگی خوبی نداشتن. اکثر مردم ترجیح میدهند که کور خوانده شوند، اما زیر بار مسئولیت ناشی از بینایی نروند. این رو هم که دیگه هر روز ما داریم میبینیم. باز از آقای حسین پناهی: خدا پرسید میخوری یا میبری؟ و من گرسنه پاسخ دادم میخورم. چه میدانستم لذت ها را میبرند و حسرت ها را میخورند. این هم از این ماجرا. علی رو اون روز نشون دادم، از دوستان دیگه هم خواهش کردم که لطفاً کمتر. ببینید چند تا ایمیل از علی چپ و راست، اینم از اون گفتیم که بابا یه کمی کمتر لطفاً ایمیل بزن، ما رو در لیست خصوصی بذار. و اما خانم نیر درباره آتاتورک صحبت کرد که ملت ترکیه آدمای قدرشناسی هستن. روزی که آقای آتاتورک فوت شده، فکر کنم 10 نوامبر باشه، همه در همون ساعت وای میسن، حالا 1 دقیقه 5 دقیقه هرچی ادای احترام میکنن. من میخوام از این دوستان سوال کنم، آیا ملت ایران پس از اینکه آخوندها آمدند ناسپاس شدند یا ناسپاس بودند که آخوندها رو آوردند، یا ناسپاس بودند که آقای رضا شاه رو گذاشتن بره، یا ناسپاس بودند که آقای محمد رضا پهلوی رو گذاشتن بره؟ هر کدوم از این دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن مایل هستن در این باره صحبت کنن، میتونن مهمان برنامه من باشن تا با هم در این موارد صحبت کنیم. ما مشکلمون آقای امیرحسین تابناک این رو گفته بود، یادم نیست این مال کی هست، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. البته مشکل ما خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم. این رو خدمتتون بگم. در هر صورت بیاین صحبت کنیم، بذاریم زیر ذره بین، ببینیم آتاتورک چرا وقتی سکه میزنه روش مینویسه که خدمتکار مردمه، ولی سکه های دوره شاه مینویسه حالا ببینید سکه رضا شاه رو بخونید نوشته رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یا همچیزی، ولی مالا محمد رضا رو بخونید دور تا دورش محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر نمیدونم فلان پهلوی فلان، قشنگ یه تریلی فقط اینو میخواد بکشه. سکه آتاتورک نوشته خدمتگزار مردم یا خدمتکار مردم، من ترکی بلد نیستم، اینو یه نفر نوشته. بعد یکی از دوستان نوشته ما هم اگر ملت قدرشناسی بودیم الان روی سکه ها برای شاه، اولا مگه الان شاه سکه داره در ایران؟ دوما مگه مردم سکه چاپ میکنن؟ دوست عزیز سکه رو چاپ نمیکنن، سکه رو ضرب میکنن. مگر به این خاطر میگفتن زراب خانه فکر کنم، نه، مگر مردم سکه درست میکنن؟ چرا احساساتی میشید؟ چرا فوری حرف بی خود میزنید؟ من میگم اگر شماها میگید که مردم ایران ناسپاس بودن وقتی که رضا شاه رو انگلیس مجبور کرد بره هیچ کس نیومد، خب رضا شاه کوتاهی کرده، 20 سال خدمت کرده بود، 20 سال حکومت کرده بود، نتونست مردم قدرشناسی رو بپرورونه. پس از اون پسرش 37 سال آمد، 57 سال دو تا پهلوی، بعد شما میگید مردم احمق بودن انقلاب کردن. خب بیش از نیم قرن پهلوی حکومت میکنه، بعد مردم احمق میشن؟ اون وقت امروز شما میگید مردم باهوشن میخوان از دست این آخوندان نجات پیدا کنن؟ من نمیفهمم، شما به من بگید. خب این چیه؟ آهان، رادیو صدای مردم
این فیسبوکشونه. ببینید دوستان، تنها تلویزیونی که از رادیو تلویزیونای دیگه وحشت نداره، اونها نمیدونم قول نیستند و ما بسم الله، اونها هم مثل ما فکر میکنن دارن بهترین برنامه رو اجرا میکنن. این شما هستید که نظر میدید کدومش بهتره، کدومش یکم بهتره، کدومش کمتره، کدومش بدتره و الی آخر. برید روی فیسبوک رادیو صدای ایران، ایشون نوشته که ما پیروزیم چون حق با ماست. قربونت برم، خیلی هم حق باهاشون بود ولی سرشون رفت بالای نیزه. آقای سعید قائم مقامی، خیلی شعار ندید، عمل کنید. این صفحه آرشیو ما هست که سمت چپ چپ اون آقایی که شما ملاحظه میکنید بنده هستم، بعد آقای محیط، بعد آقای انصاری، بعد آقای شبستری، بعد آقای بهرام مشیری و الی آخر. همینجوری میتونید روی هر کدوم از این عکس ها کلیک کنید و به آرشیو یا بایگانی اونها برید. سازمان کانون آوا اسوسییشن رو داریم، جبهه آزادی خواهان رو داریم و دوستان دیگه‌ای که اونجا هستن. شما هم میتونید با مبلغی خیلی کم، روزانه 2 دلار، اینجا توی آرشیو ما لینکتون رو بذارید و این بیننده های ما که میان اونجا میان شما رو میبینن. اینجا هم ما با کسی لانگ ترم قرارداد نداریم که بگیم 1 سال باید باشی، میتونید 1 ماه باشی، ولی دیگه باید حداقل انقدری باشه که ما بذار عکس و فلان و اینها رو بردار. این هم باز رادیو صدای مردم. شما وقتی که برید در صفحه‌ای که رادیو تلویزیون ها رو میبینید، سمت چپ قسمت رادیو دورش هم خط کشیدم با قرمز، امیدوارم معلوم باشه، نوشته صدای مردم. روی صدای مردم که بزنید اون وسط تصویره عوض میشه. میبینید الان اون وسط تصویر آقای قائم مقامیه، زیر صفحه هم آتش هست و ایشون آتشین صحبت میکنن. امروز صبح برنامه ایشون رو گوش دادم، 6 صبح میشد 9 به وقت ما، و گفت که از همه شما احوال پرسی میکنن. ما این تعارفا رو کی میخوام کنار بذاریم؟ من باور کن این روزا دیگه از کسی نمیپرسم حالتون چطوره، سعی میکنم بگم که امیدوارم حالتون خوب باشه. به من چه که حالش چطوره؟ مگه من دکترم؟ یا من اگه حالش بد باشه میتونم براش کاری انجام بدم؟ در هر صورت اینم از این. و اما این عکس رو هم ببینید، چون فردا تولد آقای رضا پهلوی هست، احتمالاً برای ایشون هم جشن بزرگی خواهند گرفت. دوستان ببینید، یادتون بیاد این عکس سیاه و سفید، ببینید پدر شما اون موقع چند سالش بوده، برادر شما چند سالش بوده، تولدایی که شما میگرفتین کجا، این تولدی که آقای شاه با جشن چند با کیک چند طبقه گرفته، از سر کیک بیچاره هم نگذشتن، روی سر خودش تاج گذاشت، خودش رو نابود کرد، روی سر فرح پهلوی تاج گذاشت، فرح رو نابود کرد، روی سر اینم کیک گذاشت، همه مهمونا کیک خوردن. پس این تاج رو رها کن، فکری به حال ما کن. اینم اینو معمولا من روزای چیز نشون میدم، ویکند و اینها، ولی خب اب نداره. و اما این یک جایی هست که جینیز هوکا لاونج، من همینجوری منتظرم یه ویدیو این دوستان برای ما بفرستن یا خودم درست کنم، هم من تنبلی میشه هم اونا وقت نمیکنه. در حقیقت اینجا تعارف کردم، میخواستم بگم اونا هم تنبلی میکنن. در هر صورت اگر دوربر کنیتیکت و نیویورک و اینها بودید و رفتید به رود آیلند، جای بسیار زیبایی هست، چه زمستون چه تابستون، حتما سری به جینیز هوکا همون قلیون خودمونه، بعضی جاها شیشه هم میگن نمیدونم چرا، بزنید، جای خوبیه، میرید اونجا و نگران نباشید اگه اهل دود و قلیون و اینام نیستید، اونجا که شما میرید انقدر سیستمشون قشنگ و خوبه که اونی هم که قلیونی نیست نگران نخواهد بود، دودها قشنگ میره بالا و اینها، و مشروب هم اونجا خودشون سرو نمی کنن، شما میتونید مشروبای خودتون رو خودتون بخرید ببرید. و اما این هم تصویر صفحه اول مردم تیوی. اگر یک وقتی خدای نخواسته خواستید حمایت کنید، هم سمت چپ بالا هم سمت راست. الان 3 روز هست که این گوگل به ما اذیت میکنه، دوباره آگهی هاشو برداشته، چی میگن
مردشور این گوگل رو ببره با این 2300 دلاری که میخواد بده. هر از 4 روزی ما باید هی بشینیم برای اینها نامه بنویسیم. خب میگن یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. این عکس دیگه قشنگ نشون داده که اون آقایی که سمت چپه مثل منه، صبحونه کم میخوره، نهار زیادتر میخوره، شام هم که میبینید علامت خطر چی شده، همش هم وای میسه اون دوربر شکمش. اون آقای اینوری که تقریبا شکل داداش منه از لحاظ هیکل، صبحانه خوب میخوره، نهار به حد معمول میخوره، شام از همه کمتر. در ضرب المثل ها و نوشته ها داریم که صبحانه رو مثل شاهان بخورید، نهار رو مثل آدم های معمولی و شام رو مثل افراد فقیر. دیگه از این بهتر من نمیدونم چجوری توضیح بدم. و اما یه نفر 700 دلار بفرسته تا من این، به این میگن ورک استیشن، اینجا به دسک یا همون میز تحریر میگفتیم ما، میز کارم میگن، الان میزا رو بردن بالا، به این نتیجه رسیدن که ما هممون از بس نشستیم از صبح تا عصر 14 ساعت 12 ساعت 10 ساعت 8 ساعت نشستیم، هممون شدیم شکل گلابی، پایین پن بالا لاغر. فکر کردن گفتن شما اگه وایسی پشت میز و کار کنی یا یک قدم از اون بهتر، خانمه میبینید کفششو در آورده گذاشته سمت راست، کفش ورزشی پوشیده و همین جوری که داره با کامپیوتر کار میکنه داره راه هم میره. اینایی که منو میبینید تو مهمونی ها هی میگید سربی خیلی چاق شدید، این میز با اون بهش میگن اون دستگاهی که روش راه میرن، خود منم اینجا دارم یکیشو، تردمیل. این 700 دلاره. ببینم حالا بعد از برنامه یه نفر 700 دلار فرستاده تا یک مجری تلویزیون. خب اینم از این، و به این میگن یا استند اپ ورک استیشن یا فکر کنم ریزدم میگن، یعنی بالا اومده باشه بلند اینجوری. در اصل اینا قابل تنظیمه، بغلش هم درجه‌های مختلف داره برای افراد با قد بلند و کوتاه و اینها، و این به نظر من چیز خوبیه. البته هر وقت چیزی باید روش را برین یک کارم انجام بدید، مواظب باشید که اول عادت کنید با سرعت‌های کم، بعدن زیاد بشید. این هم یک آقاییه که فکر میکنه خیلی خوشهیکله، توی فیسبوک فقط به این و اون فوش میده، اسمش هم هست، ایرانیه، فارسی فوش میده، ولی اسمش هست استیو ارنستو. نمیدونم والا اون دوستمون خانم پریسا پرستو خیلی قشنگ میگه ایرانی ها میان و اسماشون رو عوض میکنن، ما که اهل پارس هستیم و شیرازی هستیم و پارسی هستیم اسممون رو گذاشتن پارسا، مردم میگن آقا چرا اسمت رو عوض کردی؟ گفتیم بابا show me the money who cares about call me shit. ولی آقا پاش رسیده اونجا اسمش رو گذاشته ارنستو، حتما نمیدونم والا شوهر ننش اسپانیش بوده. در هر صورت تنبور، این آقا نشسته توی این برف تارو تنبور میزنه. من کاری ندارم، خیلی ممنون هنرمندا، الان میدونیم توی ایران خیلی وضع بده، خیلی ها دیدید اون آقایی که نشونتون دادم علی واکسیما چقدر قشنگ شیک مرتب کار میکرد. خب آقای هنرمند، اولا این تار و تنبور اینا تو سرما و گرما کوکش رو از دست میده، پس شما اگه هنرمندی به خودت هم اگر رحم نمی کنی دوست عزیز، به این تنبور یا دوتار یا ستار یا هرچی هست رحم کن و این رو توی برف توی یخبندون اینجوری نذار برو. یعنی شما میگی توی ایران یه جایی نیست که یه سرپناهی باشه برای شما زیر در یه مغازه‌ای، پشت در یه مغازه‌ای که بسته بشینی که اینجوری برف نیاد رو؟ شما میخوای چه کار کنی؟ شما شدی مثل مجریای تلویزیون ایرانی توی خارج، میخوای از به دل رحم آمدن مردم سوء استفاده کنی، یا واقعا هنرمندی میخوای از این با از این قسمت یه پولی در بیاری؟ و نمیدونم. خلاصه من این عکسو که دیدم ضمن اینکه برای ایشون ابراز
تأثر میکنم، ناراحت میشه آدم، ولی از اون ورم به نظرم میاد این یه نوع سوء استفاده است از احساسات مردم. و اما این آقا ساز و موزیکش بسته به شکمش، آماده انفجار. خب ما در برنامه قبلی توضیح دادیم که اگر این افراد سیر باشن، گرسنه نباشن، نمیاد بمب ببنده به خودش. یه روز صدام حسین از استفاده نمیکنه، یه روز خمینی از استفاده نمیکنه، یه روز طالبان از استفاده نمیکنه. همه این بدبختی ها، همه این ترور و اینها از گرسنگی میاد. من یه دفعه به دو تا از این ماموران FBI گفتم که اگر خواستید با مردمی که از اون منطقه اومدن صحبت کنید تا ما بهتون بگیم چگونه این بچه ها و اینها رو شما تو خونه ها نگه دارین. همون موقعی که میری برای بچه یه ویدیو گیم میخری، یه دونش هم بفرست برای میدل ایست، اونجا بشینن 10 تاشون با هم بازی کنن، ببینم چجوری میاد تو خیابون بمب بذاره. همش از بیکاریه، همش از فقره. اون وقت توی فقر و بیکاری یه سری دیکتاتور میان از اینا سوء استفاده میکنن. صدام میاد میگه 25,000 دلار میدم، این کارو بکن. طالبان میاد میگه این کارو بکن. این بدبختم که بین روی چی میگن توی صورت زن و بچهش خجالت زده است، میگه اقلا برم، من که زندگیم ارزش نداره، شاید مرگ من ارزش داشته باشه. و اینا مردشون بیشتر از زندهشون میارزه برای خانواده و خودش. زندگیش هیچ ارزش نداره، مردش 10,000 دلار 25,000 دلار میارزه. اینا رو فوش ندین بهشون، اینا آدم های بدبختی هستن. من و شما هم اگر فقیر باشیم، بدبخت باشیم، همین جوری هستیم. اینم از این ماجرا. دوست عزیزمون سیروس اینو فرستاده بود. و اما باز هم این صفحه تیوی و رادیو، اون دفعه هم دیدید دوستان راجع به E2 صحبت کردم. نمیدونم کسانی که برنامه آقای امید و امیدوار رو نگاه میکنن، هیچ وقت ایشون اعلام کرده که اگر نتونستی e2channel.us رو ببینی، برو روی مردم تیوی نگاه کن؟ یا هیچ وقت تشکر کرده؟ بنده احتیاجی به تشکر اینها ندارم، ولی تشکر، عذرخواهی، اینها فهم و شعور هر کسی رو نشون میده که متاسفانه بین ما ایرانی ها اصلا رایج نیست. یعنی حقیقتا به یک زبان خیلی ساده گفتم که ما فهم و شعورمون پایین هست. میخواد خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد. این هم یه نفر برای من فرستاده، نوشته سوربی، وقتی که طی برنامه مینویسه your ad here، منظورش این بوده. اجازه بدید ببین، نوشته که با این هیچ فرقی نداره. خب هیچ اشکالی نداره، من افتخار میکنم. شما میدونید که یکی از شغلهایی که توی آمریکا بوده همینایی هست که وای میسن روزنامه میفروشن یا یه پلاکارتی رو به گردنشون میندازن، مثلا مینویسه این رستوران امروز پیتزا میده 5 دلار. من افتخار میکنم دوست عزیز، اگر شما به عنوان افتخار اینو فرستادی ازت ممنونم. اگر فرستادی که فکر کردی من ناراحت میشم، آدم احمقی هستی. در هر صورت بازم امیدوارم که تلویزیون مردم رو نگاه کنی و یک کمی شاید چیز بشی، به اصطلاح دانا بشی. بله، این هم اون قسمتی بود که نوشته بودم. طرف نوشته من به خاطر اینکه به خاطر امنیتی نمیخوام بگم کی هستم، ولی گفته یه ماه پیش با کجا بوده، تو کدوم زندان بوده، همسلولی کی بوده، فلانی حالش خوبه، اول آخر اسم فامیلش هم نوشته. خب اینا زندانی سیاسی هست که آدم عصبانی میشه که چرا خودتونو اینقدر ساده میندازید دست این آخونده ها که اونا هم هر بلایی دلشون بخواد به سرتون بیارن. دوستان عزیز، خوبی ها و بدی های فیسبوک رو شما چی میگید؟ و اما در مورد فیسبوک، یوتیوب، ایمیل، اینها سعی میکنم از دوستانی که یه مقداری بیشتر از من بلدن، یعنی الان دارم خواهش میکنم، دعوت میکنم بیان اونها یاد بدن. همین دوستمون خانم مینو ثقفی گفت من بعضی وقتا میبینم شما راجع به ایمیل و اینها هم اینها رو یاد مردم میدید و من از این بابت ازت ممنونم. منم از شما ممنونم خانم مینو ثقفی، با وجودی که با شما خیلی اختلاف دارم، ولی ما باید یاد بگیریم که باید با اونایی که اختلاف دارن مثل دوست، مثل برادر و خواهر زندگی کنیم و زندگی خوبی رو هم میتونیم داشته باشیم. و اما یه بار دیگه بریم ایران علی وکسیما رو ببینیم، تا من هم توی این فاصله با آقای
بابک هروی تماس بگیرم و برنامه ایشون رو ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا بیاریم روی آنتن، انگار که ما کلاغیم میخوایم بریم روی آنتن. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر گفت میدونم میبینم که شما میگی با پس این سوربی چرا میگه 7 نفر، اگر نه شما منت سر من گذاشتید به دیگران اون رو معرفی کردید، اقلا این وظیفه رو از اینوری انجام دادید، حمایت و اینها که قربونش برم. ماه میاد میشه آخر ماه، هیچ خبری نیست، دوباره اولش میشه میره اونها، هیچ خبری نیست. حمایت کنید تلویزیونایی که دوست دارید. یکی از دوستان گفت که آقا تلویزیون 70 تا هست، ما به هر کدومش هم بخوام 10 دلار بدیم میشه ماه 700 دلار. نه، این به نظر من یه بهانه ایه که به هیچ کدوم کمک نکنید. شما میتونید، شما میتونید به 2 تاش، به 3 تاش، به 4 تاش، به 5 تاش، به 1 کیش که مورد علاقته کمک کنی، دیگران هم همین کار رو انجام میدن و گول خودتون نزنید. در هر صورت این هم از برنامه امروز، ساعت 3:55 است. از تو ممنون و متشکرم. برنامه ها رو دنبال کنید، پیگیری کنید و اگر شما هم میخواین برنامه داشته باشید، صحبتی داشته باشید، تلویزیون مردم جای شماست، به دور از اینکه از شما بپرسیم چه دینی دارید، چه آیینی دارید، چه باوری دارید، میتونید بیاید اینجا برنامه داشته باشید. بریم به سراغ این مرد نیکوی ایرانی. آفرین بر علی وکسیما و آفرین بر شما. مرسی. This is our world, where everybody is busy doing something. We do different things to make a living. Some of us are believed to have more important jobs than others. And there are some people who turn simple ideas into a platform of success, fame, and popularity. Those are the ones who love what they do and try to be as innovative as possible. There are people with broader visions. من علی حسن خانی هستم، متولد سال 51 شهر ری تهران به دنیا اومدم. در کنار اخویام کفاشی کار کردم. بعد از مدتی کار یاد گرفتم، گفتم که برم واسه خودم کار کنم. با واسه خودم کار کنم اومدم این شروع کردم به واک دادن کرد، یعنی اینو از اون کار جدا کردم. در اون روزای اول که ایشون یه جعبه گیتار داشت شبیه آنتونیو باندراس هم بود، ایشون جعبهش رو باز کرد، برای ما موسیقی گذاشت، بعد کفشامون رو واکس زد. Niti Ron's first modern telephone shoeshine boy, or as he calls himself, Ali Waxima, the man who travels around his self-designed shoe car and renders 5-star shoeshine services to his clients, with etiquette, of course. Hello. Salam alaikum. Hello, shama. Merci. Lotia is on the line. Bale, hatman. Salam alaikum. Khoshalam misham kaf shama rwaj kodam. The shoe car is a double passenger vehicle that runs by a motorcycle engine. Its exterior is covered with synthetic leather. An exclusive ride is what Ali gave me as a friendly gift in his shoe. In fact, now I realize some of the secrets behind Ali's success in his work. Riding this piece of handicraft, you grab more attention than even a Mercedes-Benz. And I really mean that. دیدم مشتری هم کم شده، گفتم باید یه کار جدید بکنم که هم مشتری خوب بشه، هم مردم شاد بشن. اسمش باشن، اسم ماشین باشن ماشین شادی، چون هر کی میبینه واقعا لبخند، همه دوست دارن الان هم توش بشینن، عکس بندازن، عکس یادگاری بندازن. He is bursting with new ideas. در کنه که واکس میبرم رو بند کفش مشتری هم اتکلوم میدارم یه زمانی، یا مشتری که بند کفش نداشتن واسه شون رو پاچه شلوارشون اتکلوم میدادم. کار جدیدی هم که کرده خیلی رضایتمندیم، این طرح کارتخانه بیسیمش واقعا جالب بود دیگه. مثلا حالا بعضی وقتا ما کارهای بانکیمون هم ایشون زحمت شده بشه. Ali Waxima's good attitude and clean shoe shine has earned him a lot of good friends around Tehran. علی آقای واکسیما یه فرد بسیار خلاق و مبتکره، یعنی سوار بر این کفش میشه و کفشای مردم رو واکس میدنه. این یه چیز خیلی جالبیه واسه مشتریاش، خیلی جالبتر با اون واکسای مرغوبش، با اون اخلاقش، با این ایدهش مردم رو به طرف خودش کشونده.
من زیاد میگم زندگی نباید زیاد سخت بگیره. بعضا خیلی زندگی رو سخت میگیرن اما اشتباه هستن. اگه زندگی سخت بگیری سخت میگذره. راحت بگیری راحت هم یاد میره. راحت وقتی میاد میره یعنی که تو آدم شادی هستی. A nice cafe in downtown Tehran is Ali's favorite hangout. That is where he takes a break during early afternoons. To the media, Ali Waksema is a familiar name. Ali has been the subject of dozens of reports in both domestic and foreign newspapers and TV channels. While showing me pieces of newspapers about himself, he told me about his greatest wish. سلام با اسم برند علی واکسما کفش لباس محصولات تولید کنم. Ali Waksema has his own website in both Persian and English. He's also a fan of social networking. Some of his friends include world-renowned figures. Finally, it was time for me to see the difference of Ali's work on my own shoes. This is the most perfect shoe shine I've ever had. He does his job so passionately and so carefully that you cannot possibly imagine. And there they are, even brighter than the day I bought them. A mirror shine that reflects the sky above and a man's commitment to his job. دو تا عاشق، دو تا همراه. بدون هم زیر بارون نمیرم. بدون هم خاکی نمیشم. کاش آدم‌ها هم از کفششون یاد بگیرن. امیر مهدی کاظمی، فور ایران.